بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز جمعه 27 ماه ژوئن سال 2014 میلادی و برابر با ششم تیر ماه 1393 با هم هستیم، اوقات بهتری داشته باشیم. ساعت 2:02 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، نیویورک، واشنگتن دی سی و 11:02 به وقت غرب آمریکا است و شما هر جای دنیا که هستید خودتون ببینید اونجا ساعت چنده و به این صورت یاد میگیرید که چه اختلافی دارید با واشنگتن و نیویورک. ما هر روز باید در زندگیمون یه چیز جدیدی یاد بگیریم. خب اولین خبری رو که من بهتون میگم اینه که بالاخره دوستان ما عمل کردن به اون چیزی که من فکرش میکردم و از دوستان دیگه میخواستم که این مقاله نوشتن ها و صحبت کردن ها و اینها رو اگر به صورت آدیو و ویدیو هم در بیارید خیلی خوب میشه که تلویزیون ها رادیو ها بتونن نشون بدن، مخصوصا جامعه ایرانی که تعارف نداریم با هم، اهل خوندن نیست و بیشتر دوست داره که چی میگن دهن به دهن بشنوه و گوش کنه و ببینه. پخش صوتی پیام فدایی شماره 179 رو براتون امروز ساعت 5 بعد از ظهر بعد از برنامه خودم و برنامه آقای ذکرالله اتحاد الحق که از دیدار یاران به اصطلاح حمایت میشه و پخش میشه، ساعت 5 بعد از ظهر نقش صندوق بین المللی پول در تحولات اوکراین رو براتون پخش میکنیم. شما هم لطف کنید در رابطه با اون با ویدیویی که میبینید اگر صحبتی دارید، پرسشی دارید یا نظری دارید با دوستان در وبسایت های مختلفی که دارم تماس بگیرید. یکی از وبسایت هاشون هست siahkal.com و دیگری هست اشرفدهقانی.com که حالا امیدوارم به زودی بتونیم ویدیوهای بیشتری از این دوستان برای شما پخش کنیم. لطف کنید بگید که صدا و تصویر ما رو از هر کجای دنیا که هستید چگونه میبینید. بازی فوتبال هست نیست؟ این روزا انقدر بازی فوتبال هست و من دیگه گیجم، دنبال نمی کنم چون علاقه به اون صورتم ندارم، مخصوصا حالا که تیم ایرانم رفت بیرون و چیزی نداریم. حالا هی بازم بشینید بگید انقلاب بد بود، خمینی بد بود. ببینید اگه اینا نیامده بودن هر کدوم یه ایرانی داشتیم، وقتی میباخت دیگه تموم میشد. الان هر کدوم 5-6 تا کشور رو گشتیم. آقای شبستری ایتالیا رو داره، آمریکا رو داره، من آلمان رو دارم، آمریکا رو دارم، شما انگلستان رو دارید، آمریکا رو دارید، بعضی دوستان ترکیه رو دارن، اینو اون. در هر صورت آمریکا هنوز اجازه بدید من ببینم که آقای چیز میگن که تصویر نیست. کجا تصویر نیست؟ ما اینجا تصویر داریم. بذارید من یک نگاهی بکنم ببینم چه اشکالی هست. صفحه اصلی مردم تیوی ترکیه رو دارن اینو اون. اذیت نکنید دیگه، بیا من الان بهتون نشون میدم. شما ریفرش کنید صفحاتون رو، مخصوصا اینایی که وبسایت های ایرانی و خارجی و اینا رو زیاد میرید یکم چیز کنید، هر از گاهی F5 رو نشون بدید. ببینید همین که شما دارید اینجا میبینید این ویدیوی امروز ما هست که اتفاقا شما صحبت کردی، من گفتم بذارید چک کنم و ببینید، باز میام اونجا و چک میکنم و الاخر. در اصل نه، صدا و تصویر داریم و درسته که بعضی وقتا این دوستان وقتی ازشون میپرسیم صدا و تصویر چگونه است، ممکنه به دلیل اینکه کار دارن یا میگن حالا یکی دیگه مینویسه و میفرسته و اینها، ولی اگر یه اشکالی باشه فوری همه خبر میدن. در صورت ممنونم و بگید ببینیم که فوتبال رو پی میگیرید حتی بعد از اینکه ایران شکست خورد و از جام جهانی به اصطلاح رفته کنار، یا اینکه با رفتن ایران شما هم از جام جهانی رفتید کنار. امروز یک مقاله ای رو اجازه بدید براتون بخونم، چون ما قبل از بازی شنیدیم که نوشته بودن که ایران پول داده به بازیکنای بازنی یا باسنی، بعضیا میگن باسنی هرزگوینا، که ببازن
و به این وسیله راه پیدا کنند در جداول بالاتر یا جدول بالاتر. ولی امروز آقای مختار حسین زیبایی، حسین مختار زیبایی، من این فامیل اسم شما رو نمیدونم، چون توی انگلیسی شما می نویسید مختار حسین، توی ایمیل نوشته حسین ام زیبایی، نوشتن که باخت عمدی در برابر بازنی. اجازه بدید من براتون این رو بیارم نشون بدم که ببینید ما اینجا همه چیز ثبت با سند برابر و از خودمون ماجرا در نمیاریم. این ماجرا از خودمون در آوردن رو یادم سال اولی که من اومدم آمریکا با یکی از دوستان که همکلاسی من بود و با داداشم، ما یه دیلرشیپ یعنی بنگاه معاملات ماشین اتومبیل را انداختیم و به خاطر اون شما مجبوری هفته یکی دو روز بری آکشن و ماشین بخری. این انقدر منو ترسونده بود دوستمون آقای جعفر، میگو یه وقت اگه سرت خارید سرتو نخارونی ها، یه دفعه میبینی یه ماشین بهت فروختن. گفتم چرا؟ گفت که نمیدونی اینایی که اکشنیر هستن اون بالا دیدید چجوری تند حرف میزنه، 2000 2000 2200 2200 اینجوری حرف میزنه، این دنبال یکی میگرده که این ماشین رو بهش غالب کنه. حالا شما یه وقت اگر دستتو بالا کنی میگه بله اون آقا اون کنار، شما حواست نیست، یه وقت میبینی آخر عصر یه ماشین بهمون غالب کردن. یه چیز دیگه که به من میگفت خیلی جالب بود، اونجا یه کلاهایی میدادن که هم براشون تبلیغ بود هم برای ما که میخواستیم بریم تو آفتاب به اصطلاح سرپوشی باشه که آفتاب نخوریم. این کلاه رو جعفر برمیداشت میذاشت یکیش رو سر خودش یکیش رو میذاشت رو سر من، میگو بیا من کلاه گذاشتم هم رو سر خودم هم رو سر تو که دیگه اینا نتونن کلاه سرمون بذارن. این ماجرای جالب، این ماجرای کلاه خیلی جالبه. یه وقت میگن مواظب باش کلاه سرت نذارن، یه وقت میگن مواظب باش کلاهتو بر ندارن. یعنی این کلاه خیلی عجیبه. حالا من مثل اون آکشنی از در و دیوار نمیخوام صحبت کنم، اینو خود آقای دکتر حسین مختار زیبایی نوشتن جوریست دکتر آف لا جوریدیکال نمیدونم ساینسز، باخت عمدی در برابر بازنی. حسین مختار زیبایی حقوقدان دکتر در علوم قضایی، پنج شنبه 26 ژوئن 2014 میلادی. از آنجایی که مسابقات فوتبال جام جهانی در برزیل بهانه‌ای شده بود برای درگیری‌های خودجوش جوانان ایرانی با ماموران رژیم سرکوبگر ضد بشری جمهوری اسلامی آمریکایی حاکم بر ایران، بنابراین رژیم چاره‌ای نداشت به غیر از باخت عمدی و ترک فوری مسابقات جام جهانی، زیرا ادامه ماندن در جام جهانی می توانست جرقه ای باشد در انبار باروت. ماندن در جام جهانی برای رژیم به منزله رفتن بود. رژیم به توصیه اربابان امپریالیستیش خروج اضطراری از جام جهانی را ترجیح داد. آقای ای کاش که به همین سادگی بود پالیتیک و سیاست و اینها، و سیاست مدارای ما هم مثل شماها دو سه روز بعد به اصطلاح اعلام میکردن که چه اتفاقی افتاده. اتفاق افتاده را که با همه میدونیم. ای کاش شماها میومدید از قبل پیشگویی میکردید که قرار اینجوری باشید و مردم چه ببازند چه ببرند بیاین برزیم تو خیابون اینها. دوست عزیز من، تا زمانی که آقای تیمسار روحانی امیدش به سیزده بدر و چهارشنبه سوری باشه، تا زمانی که شما امیدتون به بازی فوتبال باشه، آخونده اونجا به ریش و سیبیل و نمیدونم موهای سفید من و شما میخندن. من یاد ندارم که آخونده در دوره شاه آمده باشن گفته باشن چهارم آبان که میایم بیرون جشن تولد شاه، نهم آبان که میایم بیرون مسابقات فوتبال، این کارو بکنید اون کارو بکنید. نکنید این کارو. خودتون رو سبک میکنید. من نمیدونم این سبک کردن از کجا شروع شده، میگفتن آقا بشین اونجا سنگین و رنگین خودتو سبک تنک نکن. در صورت این کار به نظر من کار اشتباهی است. دیروز آقای مسعود میرزا، آقای مسعود سهیلی عزیز، باز همون ایمیل قدیمی که
یه نفر اسم یه بند خدایی رو نوشته و شماره تلفن رو گذاشته و که این دفتر نمیدونم صیغه هست در حضرت حرم رضا و برای این و اون میفرستن. میگم آقا هیچ وقت از خودتون سوال کردید چرا اینا شماره تلفن خارج رو برای من و شما مینویسن که من و شما از خارج زنگ بزنیم ایران دفتر حضرت امام رضا صیغه بکنیم؟ بعد میگن خب نه دیگه این کاری ما که نمیتونیم کاری بکنیم، اینا یه جسچره، یه شوخیه. میگن آخه شوخی که من و شما رو میکنه چوپان دروغو، من و شما رو میکنه آدمای ابله و نادان، آخونده اونجا به ریش من و شما میخنده. اگر در این رابطه صحبتی داری دوستان، من بارها گفتم از اونایی که با من و با تلویزیون مردم با راه و روشش موافقن ممنونم. کمکی که اینا میتونن بکنن اینه که حمایت کنن، که معمولا خیلی هم کم حمایت میکنن، نمیدونم چرا. از اونایی که مخالف ما هستید ولی میشینید تماشا میکنید بیشتر ممنونم، باز بیشتر ممنون میشم اگر این شهامت، شجاعت، رشادت رو داشته باشی که بگید من حاضرم بیام 10 دقیقه، ربع ساعت، نیم ساعت صحبت کنم. و اگر دیگه از این مرحله هم بیشتر آزاد منش باشید و جلوتر رفته باشید و به جای رسیده باشید که مثل اون فیلسوف یا دانشمند یا نویسنده فرانسوی بوده اگه اشتباه نکنم، نمیدونم دکارت بوده کی بوده، گفته که من جانم رو حاضرم بدم که تو آزاد صحبت کنی. مثل دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن، طرفدار سلطنت هستن، ولی اونها بعضی وقتا حمایت میکنن از تلویزیون مردم و میگن بذار باز باشه ایشون بیاد بگه ما هم بتونیم حرفمونو بزنیم. البته جاشون خالیه. من اون روز خندیدم و گفتم که پیش خودم، گفتم این شعلا خانم گفت که آقا یه حسابی باز کن تو آلمان تا ما حمایت کنیم، ما پیپل داریم، حساب بانکی داریم، آدرس داریم، همه اینا رو ایشون ول کرده، حالا میگه بیا یه حسابی هم باز کن که ما 10 یورو بخوایم کمک کنیم. در هر صورت نکردن این کار رو و دیدید که برنامه خودشون هم اونجوری که من فکر میکردم که بیان از اون جهت و سمت و سوی خودشون صحبت کنن نبود، به جز اینکه هر کسی، هر بدبختی، هر چیزی رو مینویسه ایشون میگه که شما خائن هستی، شما سال 57 انقلاب کردی. الان روی فیسبوک نوشته هایی هست، برید ببینید، خوشبینی طرفداران پادشاهی رو نشون میده که این خانم سروستانی، سروستان میدونید که یه شهری هست از استان فارس، تو شیراز میگن سروستان، در این خانم که ادعا میکنه چپ هست و من براتون امروز میخونم که یه نفر میگه نه آقا این چپ هم نیست، اگه چپ بود میگفت که من مال کیم، کجام، چه رشته ای با کی بودم تا معلوم بشه. ایشون به این وسیله میخواد بگه که خانواده پهلوی ببینید چقدر خوبن، امروز میان با من صحبت میکنن. ضمن این که تو کتاب خودش توضیح میده 4-5 ماه طول کشیده تا تماس و ارتباطای دیگه و ایشون همسرش هم فکر کنم آلمانی یا خارجی باشه تونستن برقرار کنن، این فیلم رو بسازن و اون فیلم یک دروغ بزرگ بود، من و ملکه و اینها یک دروغ بزرگ بود که میخواستن خانم فرح پهلوی رو یک جور دیگه‌ای به من و شما نشون بده. توی این خوشبینی اینها، توی مهمونی که طبق معمول اینها تناکاری که میکنن مهمونی‌های خوب هست، میپرسه از چند نفر، از یه آقایی که به نظر شما چند نفر در ایران طرفدار پادشاهی هستن، اون آقا میگه 70-80%. خب خانم شما میخواستی بگی اگه 70-80% هستن شما چرا اینجا داری غیر میدی؟ خب بلند شو برو ایران و به اونا بگو بیان حمایتت کنن. داریوش عزیز از تگزاس میگه که everything look good on GL with bikes and internet. دوستان در رابطه با GL with دارید میگید، ما هنوز احتیاج داریم که این مبلغی رو که حدود 2000 دلار، 2000 خورده هست، اگه بخوایم همه رو چیز کنیم نزدیک 3000 دلار هست که یه مانیتور 25 اینچی هم بگیریم بزرگتر و اینها، احتیاج داریم. و من امروز وقتی روی فیسبوک گذاشتم، یه دوستی 50 دلار فرستاد، یکی دیگه تقبل کرده 250 دلار بده، یه نفر 8 دلار اون روز از من به من اجازه داده بود که به اصطلاح باز از کردیت کارتش بردارم و ما 250 و 50 300 308 دلار تا حالا گیر اون اومده از مبلغ 2300 دلار. اگر خواستید که ما روی جی ال ویز بمونیم و اینها، شما هم باید کمک کنید، اگه نه که احتمالا آخر این ماه که امروز 27 این ماه هم 30 روزه است دیگه، از جی ال ویز هم به اصطلاح
میایم بیرون و اون موقع شما فقط باید ما رو از مردم تیوی، تیوی باکس، روکو تیوی، نمیدونم آمازون فایر هم ما هستیم یا نیستیم. ولی یه خبر خوب براتون دارم دوستانی که در UK United Kingdom یا انگلستان هستید، از امروز میتونید با این شماره تلفن 033-2019-888 تماس بگیرید و برنامه ها رو بشنوید. برای فرید عزیز فرستادم، گفتم یه خبر خوب دارم یه خبر بد برات دارم. خبر خوب این که از امروز میتونی صدای تلویزیون مردم رو به وسیله اون تلفنی که در UK هست بشنوی. خبر بعد این که حالا دیگه وقتی هم که دسترسی به اینترنت نداری، باز راه فراری نیست و به اصطلاح تلویزیون مردم از طریق صدا هم میاد، از طریق تماس تلفنی هم میاد و اگر اسمش مزاحم بخوای بذاری مزاحمت میشه، اگر برای وقت تلف کردن تو کامل میکنه. بذارید من اینو بهتون نشون بدم، شما اگه میخواین اینو بنویسید، من سعی میکنم از فردا اینو روی فیسبوک هم بذارم، هر صبح تا صبح یا شب تا شب، که اسم این هست Call to Listen مردم تیوی، یعنی زنگ بزنید تا مردم تیوی رو بشنوید. From any phone، از هر تلفنی نوشته در US United States، که United States هم دوستان ایرانی بهش میگن، 231 فکر کنم 231 ایریا کد میشیگان باشه. این روزا انقدر تلفن زیاد شده که هر ایالتی، هر فرمانداری چندین ایریا کد داره. اوائلی که من اومدادم آمریکا اینجوری نبود و مثلا ویرجینیا تمامش 703 بود، بعد 540 اضافه کردن، 408 اضافه کردن اگه اشتباه نکنم و الی آخر. خب اینا رشد میکنن، با زمانه رشد میکنن. در هر صورت ببینید دوستان، اینجا اگر از آمریکا تماس میگیرید 231-460-1177، اگر از UK تماس میگیرید 033-20-10-98-88. من نمیدونم این چه شهری است، چون آلمان رو وقتی میخوای بگیری ایریا کدش فکر کنم آلمان نه ببخشید انگلستان، ایریا کد یا کانتری کدش 44 هست. این اگه یه کسی که تو انگلستان هست، ساشای، فریدی، دوستان دیگه‌ای برای من توضیح بدن که این ایریا کد چجوریه، شماره تلفن‌های آمریکا رو شما چجوری می‌نویسین. مثلا ما تو انگلستان و آلمان کردم، آمریکا کردم، تو آمریکا این سه رقم رو اون وقتا تو پرانتز می‌ذاشتیم، یعنی این ایریا کده و این 460-1177 شماره تلفن مخصوص تلویزیون مردم تیوی بود که این رو بشنوید. الان عوض شده، 10 تاشو می‌نویسن، چون از بس تلفن‌ها زیاد شد دیگه شما حتی بین شهر نمیتونید ایریا کد رو نگیرید و فقط اون 7 شماره رو بگیرید، حتما باید مثلا 703-231-301 و الی آخر رو بگیرید. این هم از این. و اما شماره تلفن دیگه‌ای هم داریم که به این 703 اضافه کردیم، 202-695-2573. اجازه بدید من اون رو هم براتون یه جایی بنویسم و وارد کنم، مثلا اینجا که نوشتیم مردم تیوی USA، براتون بنویسیم که تلفن گفتم چند، 202. ببخشید دیگه اگه این کارا رو ما اون موقع انجام ندادیم و حالا انجام میدیم. میدونید که قبل از برنامه من برنامه زنده کانون آوا بود و وقتی که این دوستان هستن من باید 2-3 ساعتم قبل از اون آماده بشم و اینکه خلاصه یه مقداری کارها پشت سر پشت گوش نمیندازیم، ولی دیگه اینجوری هست. اینم یه شماره دیگه تلفن براتون گذاشتم که الان اینجا میبینید، 202، درست میگم یا از این وری 202-695-2573 USA هم گذاشتم، یعنی این تلفن مال آمریکاست. خب ممنونم، ویدیو و آدیوی کانون آوا رو فرستادم، اونها هم احتمالاً به زودی روی چیشون بایگانی
میذارن و به شما نشون میدن و همون لحظه هم از طریق تلویزیون مردم و بایگانی تلویزیون مردم هم میتونید برید ببینید و به اصطلاح برنامه ها رو دنبال کنید و یک سری برنامه های منظم اینها گذاشتن و پاسخگو هستن، جواب میدن. همین الان یعنی 5 دقیقه قبل 2:17 دوست خوبمون آقای فرزاد شبستری آخرین برنامه این ماه رو فرستاده که معمولاً روزهای چهارشنبه است، ولی ایشون از شما عذرخواهی کرده بود روز چهارشنبه، نوشته بود به دلیل اهمیت بازی‌های فوتبال ایران و آمریکا این کار رو روز جمعه انجام میدن، احتمالاً خواستن درباره این هم صحبت کنن. من سعی می‌کنم در زمانی که برنامه آقای ذکرالله اتحاد الحق هست و برنامه دوستان از پیام فدایی و اون ویدیو رو میبینید که حدود 1.5 ساعت میشه، 1 ساعت آقای اتحاد الحق، 1.5 ساعت اون، من ویدیوی آقای شبستری رو آماده کنم و برای شما به نمایش بگذارم. پس شد سوربی، دیدار یاران و پیام فدایی، پس از اون هم آقای شبستری. و دیگه تا حالا اگه بیننده برنامه ما باشید دیدید که این پلیلیست ما به چه صورت مرتبی کار میکنه. و اما بریم سراغ آقای دکتر صمدانی، یا میخواین این کتابی رو که براتون گفتم و فیلم و اینها، اینها همش ماجرای پوله، اینها همش ماجرای اینه که یه نفر میخواد معروف بشه، سعی میکنه ببینه چجوری میتونه به یه نفر که معروف هست خودش رو نزدیک کنه و از طریق اون خودش رو در دنیا معروف کنه. این خانم ناهید سروستانی یک فیلمی قبلا درست کرده بوده به نام فحشا پشت حجاب یا هم چیزی، بعد نوشته وقتی من رفتم ایران به هم گفتن که تو تاغوتی هستی، من برام سوال شد که ببینم تاغوتی یعنی چی، و رفتم دنبال فامیلی که ما به عنوان اولین فامیل تاغوتی میشناسیم و بازمانده اون فامیل خانم فرع پهلوی بود. ولی یکی از دوستان نوشته یا نقدی رو که آقای حسن بهگر روی این فیلم و کتاب به اصطلاح گذاشته که تاریخش مال سال 2010 بوده، این رو برای من فرستادن، نوشتن که فیلم مستند قاعدتاً با هدف مشخصی و با ساختاری منطقی برای نشان دادن یک واقعه یا طرحی از زندگی کسی، اجازه بدید من اینو براتون یکم بیارم این ورتر که از صفحه مثل این که رفته اون بر، بله ببینید، بله، برای نشان دادن یک واقعه یا طرحی از زندگی کسی و و و ساخته می شود و گام به گام بیننده را با وقایع و جریانات مورد نظر آشنا می کند و قضاوت نهایی را به بیننده واگذار می نماید. ولی اگر کسی با این توقع فیلم ملکه و من را نگاه کند، در نهایت سرخورده خواهد شد. یعنی اینا دروغ میگن که میگن این فیلم مستند هست، این خانم نظر خودش رو به اصطلاح تحمیل میکنه داخلش. خانم ناهید سروستانی علت انتخاب سوژه خود را چنین توضیح میدهد که وقتی بعد از ساختن فیلم اول روسپیگری پشت حجاب به ایران برگشته، به سبب تهیه آن آماج خشم ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی واقع شده که او را که سابقه چپ داشته طاغوتی خطاب کردند. او میگوید خواسته است بداند که طاغوت چیست و چگونه زندگی میکند که مستوجب حمله و انتقاد است. البته پادشاهان در هر کشوری، حتی در کشورهای مشروطه، در تجمل زندگی میکنند و هنگامی که نگهبانان دست چندم آخوندها هم با بنز ضد گلوله رفت آمد میکنند و جنتی عضو شورای نگهبان در محل کارش جکوزی و حمام سونا گذاشته است، دیگر صحبت از طاغوت بی‌معناست و حتی این کلمه هم از یاد همه رفته. ولی خانم سروستانی اصرار دارد که همان پرخاش وی را به سوی ساختن فیلم اخیرش سوق داده است. خانم سروستانی میگوید که برای ساختن این فیلم با مشکلات زیادی
روبرو بوده و پس از 4 ماه انتظار و تلفن و نامنگاری موفق به دیدار خانم فرح پهلوی شده است. علت تأخیر که خانم فرح پهلوی نیز در مصاحبه به آن اشاره کرده، سابقه چپ خانم سروستانی بوده است. مصاحبه شونده نشان داده است که اطلاعات مختصری هم در مورد احزاب چپ دارد و دست کم نام یکی دو تای آنها مانند حزب توده و فدایی را می داند، ولی مشخص نیست که چرا در این میان مصاحبه کننده نام سازمانی را که در آن فعالیت می کرده نمی برد. جا داشت وقتی که از سابقه چپ خود یاد می کند، نام گروهی را نیز که با آن وابسته بوده ببرد تا بینندگان از موضع سیاسی فیلمساز اطلاع دقیق تری کسب کنند، به خصوص که چپ بودن وی دستمایه تبلیغ برای فیلم شده تحت این عنوان که چون خودش چپ بوده حالا نگاه متعادل تری به جریانات دارن. باز هم شما اگر بیننده برنامه من باشید میدونید که من مقاله ها را اینجا کامل نمیخونم و این کار اشتباهی هست و این رو واگذار میکنیم بر اونایی که عقب افتاده هستن و نمیتونن برنامه درست کنن و میان مقاله را عیناً از روی اینترنت برای شما میخونن. این مقاله در اینترنت موجود هست، در فیسبوک هست و اگر شما خواستید برای من ایمیل بزنید، من این مقاله رو براتون ارسال میکنم، یا این نقد و انتقاد رو. و اما ببینیم که دوستان چی گفتن و چی نوشتن. خب این مقاله رو خوندم براتون، مقداریش رو نوشته که دوستان عزیز، نقدی بر کتاب عباس میلانی را مطالعه کنید، جالب است. این آقای دکتر محمد سهیمی، میدونید که در تلویزیون‌های مختلف برنامه داشتن و حتی اینجا هم قرار بود که به اصطلاح ویدیوهاشون رو پخش کنیم. سر ماجرایی که آقای حسیبی پول ما رو دزدید و نداد و رفت، آقای سهیمی هم ناراحت شدن از من که چرا من برخورد اینجوری داشتم با یه آدم دزدی به نام آقای حسیبی، و بهش گفتم که شما هم اگر بیای اینجا و من بهت اطمینان کنم و قرار باشه مبلغی رو هر چقدر ناچیز یا هر چقدر زیاد پرداخت کنی، من در مقابل اون مبلغ کاری انجام بدم و شما اون مبلغ رو پرداخت نکنی، من شما رو هم همین بلا رو سرتون میارم، عکستون نشون میدم و مدرک دزدیتون رو نشون میدم. محمد سهیمی مقاله جدیدی رو که در گویا نوشته و خیلی به اصطلاح این ور اونور پخش شده، میگه که شاه واقعی و شاه تخیلی، نقدی بر کتاب عباس میلانی. امام جمعه تهران پیکر فضل الله نوری پس از مرگ قرآن تلاوت میکرد. آقای بهمن بیگ، ببین شما وقتی میای میگی که خمینی گفته بوده حضرت علی در یک روز 800 نفر رو سر بریده، من میگم شما گفته های خمینی رو قبول داری؟ اولا این که 8000 تا بود و 7000 تا بود، آقای فولادوند، آیت الله فولادوند میگه 7000 تا، که یک آدم عاقل بیاد ببینه در عرض صبح تا شب چند ساعته و ببینه با این میتونه 7000 تا تناب رو با شمشیر یا با یه چاقوی تیزی کات کنه و ببره، حالا گردن و اینا رو بگمانه. امام جمعه روی تهران گفته پیکر فضل الله نوری پس از مرگ قرآن تلاوت میکرد به مناسبت 100 سال روز تولد دکتر شاپور بختیار، و مهشید امیرشاهی کسی نیست که از بختیار حمایت کند. کیروش استعفا داد، اسوسیتد پرس هواپیمای بدون سرنشین ایران بر فراز عراق، و این مقالاتی بود که با این ایمیل برای من آمده بود، ولی اجازه بدیم من اون مقاله اصلی رو که میخواستم براتون بخونم که دوستمون خانم شایسته هم لطف کرده بود اون رو فرستاده بود، و من حالا اینجا اگه بتونم، بله، نقدی بر کتاب عباس میلانی. بله، ایشون باور داره که آقای عباس میلانی داره شاهی رو برای من و شما میسازه و حکومتی رو برای من و شما میسازه که اون حالت حقیقی رو نداشته و حقیقتاً یه جوری دارن این ماجرا رو ماسمالی میکنن. بله، احترام آزادی توی این صفحه هست که جمعه 6 تیر یعنی همین امروز، شاه واقعی و شاه تخیلی، برخی از ما ایرانیان به جعل تاریخ مشغول این تصاویر دروغین ساختن از رهبران گذشته و کارنامه آنها از رضا شاه و
محمد رضا شاه گرفته تا زنده یاد دکتر محمد مصدق و رهبران جمهوری اسلامی بخشی از جعل تاریخ است. اگر پژوهشگرانی مانند دکتر میلانی که هم همه گونه امکانات در اختیار دارند و هم توانایی پژوهش واقعی را تصاویر غیر واقعی از شخصیت‌های تاریخی معاصر ایران تسنیم کنند که دیگر امیدی به هموطنانی که نه فرصت پژوهش دارند نه امکانات لازمه آن و نه احیانا توانایی آن را نیست، امیدی نیست. اینم این ماجرا در صورت این هم هست توی، اجازه بدین توی این وبسایت احترام آزادی، توی خیلی جاهای دیگه باز هم اگر خواستید بگید من براتون بفرستم. مقاله خوبی هست، میدونید که میگن مقاله های خوب ارزش داره بخونی و بعضی هاشون هم ارزش داره چند بار بخونه. مقاله های بد رو باید بندازی تو سطل آشغال، این یکی از مقاله های خوب هست. حالا امیدواریم که اگر آقای سهیمی هم در این مورد ویدیویی داره یا صحبتی داره اون رو هم برای ما بفرسته، ما پخش میکنیم. و اما ببینیم که امین چی میگه. سلام کاکو سوربی، درسته که من دیر رسیدم ولی صدا و تصویر شما به موقع اینجا بود و خوبه. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. موفق باشی امین جان. من نمیدونم شما جز اون ایمیل لیست ما هستی؟ ما دو سه تا لیست داریم، یکی لیست دشمنان، دوستان، لیست سیاه، لیست سفید، لیست اونایی که احیانا یه بار حمایت کردن، کمک کردن. اگر امکان داری، میدونم ایران بودی و این پول بلیط هواپیما و رفت آمد اینا خرج گرونی هست و مشکل اینا، ولی اگر امکان داره ما مخصوصا توی این ماه احتیاج به حمایت داریم که بتونیم وسایلمون رو ببریم از دی استاندارد دفینیشن به های دفینیشن که صدا و تصویر بهتری رو بگیرید. البته خیلی از شما میگید آقا صدا و تصویر واقعا خوب هست، ای کاش که جی ال ویز یقه اونایی رو میگرفت که صدا و تصویرشون بده، میگه آقا برید به سوربی بگید راهنماییتون کنه که این با چه وسیله صدا و تصویری به این خوبی میفرسه. تا نمیدونم، در اصل بعضی وقتا ما ایرانی ها فوری میپریم به جاهای بالاتر و میدونید که مثلا یکی از دلایلی که شاه سقوط کرد این پروازهای خوشخیال و بیپروا و سنگهای بزرگ برداشتن هست. Your first is confirmed. I just received a telephone confirmation. Your second will be sent soon. بله، یکی از دوستان هم قول داده که یه مبلغی کمک کنه. ایشون میگه که اولینش رو که قرار بود جمعه بهت بدم برات فرستادم، دومین رو هم بعداً برات ارسال میکنم. باز هم ممنونم از افرادی که مخالف ما هستن ولی برنامه ها رو میبینن. همینجا ازشون دعوت میکنم تماس بگیرن، بگن که من تو این قسمت با این با اون مخالفم و میخوام با شما صحبت کنم. من تو اینجا همیشه توضیح دادم ولی بعضی از دوستان دقت نمیکنن، یا اینکه ما نباید باورمون این باشه، تصور کنین که همه برنامه‌های من رو میبینن و همه کلمه به کلمه برنامه‌های رو من رو یادشون میمونه. یه دوستی گفت آقا تو اینقدر تند صحبت میکنی که من فکر کنم از هر 10 تا کلمه‌ای 8 تاشو میشنوم. ضمناً شما میدونی که ما 8 تا که بشنویم 4 تاشو میفهمیم. در هر صورت نمیدونم، از این یواشتر صحبت کردن من میبینم بعضی وقتا 2 ساعتم وقت کم میاره. ولی لطف کنید حمایت کنید. و چی داشتم میگفتم یادم رفت. خانم بنفشه نون از پاریس در رابطه با دلربایی ایران، عربستان، عربستان سعودی از آمریکا و بازی اسرائیل با کارت کردها مقاله ای رو فرستادن. مقاله ایشون رو در فیسبوک گذاشتم. شما هم میتونید هر مقاله ای ویدیویی رو که ارسال کنید، اگه ویدیو پست شده باشه روی یوتیوب، لینکی داشته باشه روی وبسایت خودتون، ما با 10 دلار تا 15 دلار روی فیسبوک میذاریم برای 6500 نفر. حالا دیگه میبینیدم خودتون شماره رو بعد بهتون نشون میدم. بذارید همه الان بهتون نشون بدم که مثلا خانم بنفشه نون وقتی امروز صبح این مقاله رو برای من فرستادن و وقتی من این رو گذاشتم، خودتون ببینید تا الان چند نفر به اصطلاح این رو دیدن. این چیز هم فیسبوک هم شروع میکنه اینا رو عوض میکنه. قبلا مینوشت که اینقدر نفر این رو دیدن
و الان میبینید تغییر داده، شما حقیقتا نصف بیشتر، نصف 60 درصد صفحه رو دارید، باقیش رو به تبلیغات خودش و اینها، و به نظر من کار مزخرفی انجام داد فیسبوک. اون وقتا شما همه این رو داشتید و دو تا از چیزایی که مینوشتید و میذاشتید هر آن اینجا پخش میشد، ولی حالا اجازه بدید من به این صورت بهتون نشون بدم که ببینید، و شما هم اگر مایل بودید همونجوری که میدونن اونایی که میخوان یه چیزی رو به چاپ برسونن چه پولی، چه مبلغ هنگفتی رو باید پرداخت کنن تا 100 تاشو چاپ کنن به دست این و اون برسونن تو بارون و این برونور. و اما ما اینجا نوشتیم که دوستان به حمایت شما نیازمند هستیم و چون همه چیز رو مستند سعی میکنیم به شما ارائه بدیم، نشون دادیم که جون 16 ماه جون خانم لیلا لاجوردی از جی ال ویز برای تمام تلویزیون ها دستاندرکاران تلویزیون نوشته بوده که به اصطلاح ما به زودی میخواییم روشمون رو عوض کنیم و شما احتیاج دارین که این وسایل رو بخرید. مثلا من این رو وقتی گذاشتم به غیر از این که برای حدود 670 نفر، چون ایمیل ما بهتون گفتم هی باید 100 تا بفرستیم و هنوز یکی از شما دوستان حمایت نکرده که ما یک چی بهش میگن مس ایمیل فلان بفرستیم بخریم، ماهیانه بتونیم 3000 خورده ای رو که داریم در یک ضرب بفرستیم، یک جا بفرستیم. آقای نصیری یه دفعه کمک کرد به من که این رو به صورت نیوزلتر بفرستم، ولی ایشون الان خیلی مشغوله و اون وبسایت فضول تیوی بود، ما بستیمش. خیلی هر روز ما اینجا یه تغییری میدیم که اون تغییرات باعث میشه یه چیزایی رو از دست بدیم. ببینید در کمتر از 2 ساعت 141 نفر آمدن و حالا دیگه عوض کرده فیسبوک می‌نویسه 141 people reached، یعنی این به دست 141 نفر رسید. من وقتی که دوستان رفقا، باید به این دوستان فدایی بگیم رفقا، تماس گرفتن با من که ما مایل هستیم این فیلم رو نشون بدیم و گفتم اینجوریه چون شما گذاشتین روی یوتیوب، برای من لینکش رو بفرستید، من وبسایت شما رو میذارم و اگر بعداً بخواید شماره تلفنی ایمیلی چیزی بذارید. ضمناً به عنوان خوش آمد به شما روی فیسبوک گذاشتم برای بیش از 6500 نفر، روی بالاترین گذاشتم و میبینید که تا حالا 119 نفر. ببینید دوستان این اعداد رو ما میگیم، شمایی که فیسبوک معمولی دارید ممکنه این رو نمیبینید، ماهایی که فن پیج داریم یا بیزینس اکانت داریم یا پیج داریم اینها رو میبینیم. همینجور من براتون اینو میبرم پایین تا ببینید که در عرض 2-3 ساعت ما چند تا مقاله و موضوع میذاریم، برنامه های زنده مصاحبه با جدا شدگان و منتقدین سازمان مجاهدین رو که امروز مهمانانمون آقای محمد کرمی بودن و آقای غلام علی حسین نژاد، قربان علی ببخشید، قربان علی حسین نژاد براتون پخش کردیم و دیدید و به زودی در بایگانی های کانون آوا و بایگانی تلویزیون مردم هم نصب میشه، پست میشه، قرار داده میشه. و ضمناً این برنامه ها هر روزه از تلویزیون مردم حداقل یک بار، گاهی دو بار پخش میشه و میتونید در تمام مدت شبانه روز این تلفن های ما تماس بگیرید، پیام بذارید و ما پیام های شما رو برای اینها ارسال میکنیم. 6 ساعت قبل من این مقاله خانم بنفشه نون از پاریس رو گذاشتم که اسمش یا تیترش یا سرمقاله بوده که دلربایی ایران، اجازه بدید براتون اینو برگردونم، دلربایی ایران، عربستان سعودی و بازی اسرائیل با کارت کردها. به نظر می آید ایران و عربستان هر دو در کنار آمریکا رقابت می کنند، البته تفاوتشان در کیفیت است. اختصاص چند میلیارد دلار برای استخدام، من فقط حالا میخواستم بهتون نشون بدم که دوستان ببینید خود شما 309 نفر اینجا هست الان، 309 نفر تا الان رفتن اینو کلیک کردن، یا من نمیدونم فیسبوک چگونه میشماره، یعنی وقتی یکی آمد روی این سیمور رو زد، یعنی بیشتر ببینید خوند اونو
قبول میکنه که اون طرف به اینجا رسیده، یا اگه قرار باشه هر کسی بیاد اینا که مجموع همه اینا باید از 3000 تا بره بالاتر، چون در 10 ساعت گذشته 140 تا اینجا، 200 تا اونجا، 300 تا اینجا، 400 خورده اونجا، 800 خورده اونجا، نمیدونم چه جوری. اگه کسی اطمینان داره که این سیستم چگونه کار میکنه برای ما توضیح بده. در همین فاصله اجازه بدید که من براتون این مقاله رو بخونم، چون به خانم بنفشه نون قول دادم که این رو بخونم. بنفشه نون از پاریس: دلربایی ایران، عربستان سعودی و بازی اسرائیل با کارت کردها. به نظر می آید ایران و عربستان هر دو در کنار آمریکا رقابت می کنند، البته تفاوتشان در کیفیت است. اختصاص چند میلیارد دلار برای استخدام جنگجو برای عربستان سعودی یا سعودی آسان است. جنگجوهایی که حتی اگر بمیرند مادرشان جلوی دوربین نمی آید تا گریه کند، چون شغل پسرشان است و درآمد خوبی دارد. این یک راه دیگری برای میلیونر شدن است. اما ملای دزد ایرانی فتوای جهاد مجانی داده و انسانها را با چند روز تعلیم به کشتن می دهد. زمان پیغمبرشان جهاد با تقسیم غنایم با شمشیر که هر فردی از کودکی تعلیم میدید انجام میگرفت. اکنون عصر شمشیر نیست. گلوله ها از دور و نزدیک میآید و ملا تظاهر میکند که متوجه تفاوت نیست. گلوله از دور و نزدیک میآید. ببخشید اینو دوباره خونم. این جنایتی ضد بشری است. باز حواسها پرت است و کسی آن را گوش زد نمی کند. برعکس نوکران استعمار از هر نوع آن را نشانی از قدرت بسیج ملا دانسته و تبلیغ کردند. در گذشته چون شاه مانع می شد که افراد کاردان روی کار آیند و با استعداد خود را نشان دهند، ایرانی ها از قول انگلیس می گفتند برای آن که کشوری نابود شود باید افراد را در حالی در جایی گذاشت که جایشان نیست. باز به قول ایرانی ها چون در ایران همیشه روس و انگلیس با هم می خوردند، نوکران روس نیز توده های چشم و گوش بسته را اختراع کرده بودند. خمینی نیز بر همین اساس می گفت که کاردانی مهم نیست، بلکه ایمان یعنی اطاعت کورکورانه مهم است. به همین جهت شغلهای بالا را با مزایای زیاد به افراد کم سواد و با جوانان دانشجوی سالهای اول دانشگاه، اعضای انجمنهای اسلامی و یا کنفدراسیون که در ارتباط با پسر بزرگش بودند داد. این افراد بی کفایت نیز که به اصطلاح نه چک زده بودند نه چونه، سخاوتمندانه بر غلظت اعتقاد خود یعنی بر شکنجه و جنایت خود بر علیه فرزندان مردم افزودند تا آخوند احساس اطمینان کند. بنفشه نون از پاریس، 27 ژوئن. بعد ما توی فیسبوک دوستان میخوایم از شما که نظر بدی. اولا نمیخوایم اونجا بحث و گفتگو را بندازید. شما یه مقاله ای رو که میخونید میاد یک نظری رو میدید و همین، یه نفر دیگه میاد نظر میده. ماشاءالله شهلا خانم میاد اونجا جواب همه رو میده. آقای کیوانی میاد، شهلا خانم جواب میده. حسین و حسن دو طفل مسلم میان، شهلا خانم جواب میده. و ایشون شده سخنگوی دولت پادشاه مرده یا سخنگوی دولت رضا پهلوی که هنوز معلوم نیست که میخواد شاه بشه، میخواد رئیس جمهور بشه، میخواد با آقای خاتمی دستش تو دست هم باشه، میخواد با کروبی و موسوی دستش تو دست هم باشه. ولی ما آردی یا در حال حاضر سخنگوشون رو خانم شلا مهدوی داریم. این هم از این بابت و ممنونم. اجازه بدید باز سری بزنیم به صفحات دیگه. آره، در فیسبوک من نوشتم که بازی ایران، بازی فوتبال ایران با بوزنی خوب بود یا بد بود. حتی ذکر کردم که لطفاً در یک کلمه توضیح بدید بد یا خوب، که آدم بگه آقا 100 نفر آمدن رأی دادن، 70 تاش گفته بد بود، 30 تاش گفته خوب.
آقا این مسئله ما روزه خواندن و توضیح دادن درباره هر چیزی رو نمیدونم کی میخوایم تموم کنیم و چیزها رو به صورت خلاصه مفید و مختصر به همدیگه بگیم، همدیگه رو خسته نکنیم، یه جوری باشه که از شنیدن صحبتهای همدیگه لذت ببریم، نه اینکه بگیم وای دوباره این سوربی آمد که میخواد از پشکل تا بمب اتم برای ما توضیح بده. خب هر کسی راجع به پشکل هم سواد داره بیاد توضیح بده. خب شاه رو براتون گفتیم که حقایقی در مورد فاجعه قتل عام کارگران در معدن سمای ترکیه، میدونید که دو سه هفته پیش یک انفجاری اونجا پیش اومد و همین دوستان در سیاهکل، در وبسایت سیاهکل مقاله‌ای رو نوشتن که حقایقی در مورد فاجعه قتل عام کارگران در معدن سمای ترکیه است و این رو هم اگه خواستید برید وبسایتشون اونجا ببینید. اجازه بدید من وبسایت اینها رو به شما نشون بدم. بیشتر نوشتاری هست ولی دیدم که رادیو هم دارن و بهشون تبریک میگم که این کار رو انجام دادن. سیاهکل.com خیلی وبسایت ساده ای هست، از اینایی نیست که هی بگی نمیدونم سیاهکل یه ال داره، دو تا ال داره، 6 تا واب داره، 4 تا دندون داره. سیاهکل همین جوری که میگید بنویسید، این وبسایتشون هم اینجا میبینید. برای این دوستان نوشتم که شما وقتی از سرویس و خدمات ما کار کنید متوجه میشید که ما اینجا خیلی به فکر پول نیستیم. پول بله وسیله هست که باید اموراتون بگذره، مخارج اینجا رو هم بدیم، ولی همش پول نیست. اینجا هم اجازه بدیم من براتون این رو بیارم که شما ببینین. بله سر تیتر یا چریک های فدایی خلق ایران برقرار باد، جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر. این هم از این ماجرا. آقای سیامک ستوده که اونم فکر کنم از من قهر کرده، یک مصاحبه رو انجام داده با یکی از کارگران در ایران، اگه اشتباه نکنم ایشون کرد هم هست، و توی اون این کار زشتی رو که آقای منصور اوسانلو رفته تو تلویزیون و روی صفحه تلویزیون روی برنامه زنده گویا 100 هزار دلار از آقای دورمانی که ایشون یک سرمایه‌دار گردن کلفت هست قبول کرده رو به اصطلاح محکوم کردن و اون رو بهش میگن که شما با این کارت اینها شما رو به اصطلاح خریدن که دیگه نتونید حرفی بزنید یا صحبتی انجام بدید. این هم از این. خب این برنامه ما اجازه نمیده ما این رو عوض کنیم و خب این برای دوستان در صفحه چیز خوب شد، چی میگن در صفحه سیاهکل که اجازه بدید من ببینم این میاد تا ما بتونیم عوضش کنیم یا نه. این رو ببندم، اند سنیپینگ تول رو هم ببندم. بعضی وقتا ما این برنامه ها رو وقت ها مثلا ببینید این یه برنامه قفل شده بوده و این برنامه ها و ایرور رو نمیدونم اشتباهات دیگه جزوی از این کار کردن با کامپیوتر هست و یادتون باشه. ببینید همه اینا رو یکی 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 از این برنامه ها اومده زده اونا رو قفل کرده، قاطی کرده و ما باید اونا رو ببندیم تا بتونیم با شما به اصطلاح کار کنیم و با شما باشیم. خب در اصل اینو نشون نمیذاره. حالا من نمیدونم برنامه رو چجوری ادامه بدم چون میخواستم از روی نامه ها براتون بخونم. کاری نداره که ما هم زرنگی میکنیم یه صفحه دیگه باز میکنیم. اون جوکیو که میگفتن در رابطه با ماجرای اون آخوندی که به طرف گفت باید همسرت رو طلاق بدی چون بر شما حرام شده و اینها، آها درست شد، مثل که یکی از این پروگرام ها که رفت کار ما درست شد یا ما اینو که باز کردیم. ببینید خیلی خونسرد. یادمه چند مدت پیش ما یک کامپیوتری داشتیم گهگاهی یه دفعه وسط برنامه زنده ما رو اذیت میکرد. اون موقع کوروش وحدانی دوست ما بود و میگفت که آقا من تعجب میکنم به این بردباری و صبوری تو که میگی خب حالا قطع شده بریم یه کارش کنیم برگردیم. گفتم ببین من این رو به پسرم و دخترم هم یاد دادم، ما تو ایرانی ضرب المثل داریم، میگن مواظب باش که چرم رو سگ نبره. حالا که چرم رو سگ برد بشینم ذکر مصیبت کنم، تو سر خودم بزنم، تو سر شاگردم بزنم، تو سر بچه‌هام بزنم که چرم رو سگ برد، فایده ای نداره.
باید اتفاقا ما اپوزیسیون که عقب افتاده و به جایی نمیرسه، مشکلشون همینه، همه دارن ذکر مصیبت میکنن، هیچ کس نمیاد ببینه که امروز کجا هستیم، بر اساس کجا هستیم تصمیم بگیره کجا بریم. اونایی که ارتش بودن میدونن یکی دو هفته شما رو میبرن اردو، اینجا کمپ میگن اونجا اردو میگفتن، بعد یه قطبنمایی هم میدادن دستتون، یادتون میدادن از ستاره ها چگونه شناسایی کنید در شب، یادتون میدادن که روز که گرمه استراحت کنید، شب که سرده راه برید تا برسید به یک جایی. مثلا ما چون چتباز بودیم و نیروی ویژه بودیم، اینجا بهش میگن سپیشل فورس، اینا رو روی ما بیشتر با چیزای رزمی و زرهی بودیم. من اونایی که تو زرهی خدمت کردن توی لشکر تیپ و اینا میدونن مشکل تر از چیزای معمولی اینها بود. در هر صورت اونجا اولین چیزی که یادت میداد اینه که شما ببین کجا هستی، هی نگو من دیروز اونجا بودم حالا گم شدم. خب خودت اولین کسی هستی که میدونی گم شدی، ببین الان کجا هستی، نگاه کن بالا ببین دب اصغر دب اکبر نمیدونم این اون، یه چیزای مخصوصی بود، یکی شکل یک تفگیر نه شکل یک قابلمه ای بود که یه دستگیره هم داشته باشه. من هنوز در هنوز شبا وقتی نگاه میکنم اون رو میبینم. و این که میگن یه چیزی که آدم یاد میگیره در جوانی مثل نقشی هست که رو سنگ میمونه، واقعا درسته. و به همین دلیل هست که ما نمیگن آقا برید وقتی بچت بزرگ شد 18 سال شد بیاد مدرسه، میگن تا جوونه کوچولو مغزش تازه است بیاد چی یاد بگیره. یه دلیلی هم که ما دیگه نباید به هم دیگه فشار بیاریم که من بخوام شهلا خانم رو عوض کنم، شهلا خانم بخواد من و دیگران رو عوض کنه، اینی که ماها از سنی که مغزمون دیگه بخواد چیزی رو یاد بگیره و اینا گذشته، به زور یه چیزی رو باید به خودمون فشار بیاریم تا یاد بگیریم. در اصلت باید همینجوری همدیگر رو قبول کنیم، به هم احترام بذاریم، به هم دیگه فرصت بدیم صحبت کنیم. من گفتم آقای صمدانی، چرا آقای صمدانی؟ اولا ایشون چند هفته‌ای بود که حالشون خوب نبود، خوشحالم که باز حالشون بهتر شده، خبر خوبی به من دادن که به زودی باز برنامه ها رو میان با شما دوستان به اصطلاح اجرا میکنن. و اجازه بدید من این رو ببندم، هی میپره این ور هی میپره اون ور. اوکی خب بیا، ما میخواستیم فایل آدیوی دوستان آوا رو بفرستیم. نوشته یک اشتباهی رخ داد، کامپیوتر قرارش اینه که اشتباهی ما رو تازه بفهمه و بهمون بگه، نوشته یک اشتباهی رخ داد بعدن بفرست. در صورت فایل تصویریشون رو گذاشتم توی اون دراپ باکس و فولدری که با هم اشتراک میکنیم، اونها روش کار میکنن. امیدوارم فایل این فایل و فایل و اینها هم فایل میشه مثل سوهان سنباده این چیزا. در هر صورت تلفظا فرق میکنه، میبینید خود اینها توی تومیتو و توماتو و اینها هنوز موندن، خیلی به هم سخت نگیرید. داشتم دنبال اون نامه آقای صمدانی میگشتم که در رابطه با آقای احمدعلی مسعود انصاریه، ولی بذارید قبلش اینو ببینیم که زیباتر از من و آقای انصاری هست. و از ایشون هم تشکر میکنم که این ویدیو رو با من و شما به قول آمریکایی‌ها شیر کرده. بذارید اینو بیارم بالاتر. ما امروز یک کمی، شما میدونید که وقتی میرید تیراندازی، وقتی سیبل یا اون تارگت، نمیدونم چرا تو ایران بهش میگفتن سیبل، کلمه فرانسوی بوده، اون رو که میذاشتن میگفت هدف، سیبل های مقابل، ولی به شما یاد میداد که یه مقدار پایین تر بزنید، چون وقتی که تفنگ یا هفتی شما شلیک میکنید خود به خود سر تفنگ میره بالا، این تیره تا حرکت میکنه بره 200 متر 100 متر برسه اون ورتر، رفته و خورده به هدف که بالاتر است. شو چادر برج میلاد با مانکن های ایرانی، واقعا آدم اینها رو که نگاه میکنه دهانش باز میشه از این زیبایی شرقی. البته ماجرای اون دوستی که بهش گفتن چرا معتاد شدی، گفت خدا از سر این دوستان بد نگذره ما رو معتاد کردن. البته که تریاک خوب و مواد مخدر خوب هم به اصطلاح کم اثر نبود. این زیبا رویان هم خب شرقی هستن و پدر مادرها این چشمهای زیبا رو به اینها دادن، ولی دست و به اصطلاح تجربه جراحان زیبایی مخصوصا ایران شده نمره 1
از لحاظ تعداد دماغهایی که جراحی میکنن اونها هم بی اثر و کم اثر نبوده، ولی اینجاست که آدم اون تبارک الله احسن الخالقینی که خدا گفته وقتی بشر را آفریده، ما اینجا باید بگیم و بگیم که اینها اینقدر خوشگل و زیبا هستن، اگر با لباس چادر و نمیدونم این پوشش ها نبودن چی میشدن؟ بعد طرف گفت خب حواسمون میرفت جاهای دیگه، زیبایی صورت رو متوجه نمیشدیم. شاید یه دلیلی که ایرانی ها در ایران، خانم های ایرانی اینقدر جراحی میکنن همین دلیل هست که چون مجبورن سر و به اصطلاح تنشون پوشیده باشه، تنها جایی رو که برای نمایش دارن صورت هست و دست ها، و به همین دلیل هم هست که خیلی به صورتشون میرسن. از دست ها خبری ندارم، ولی امیدوارم که به زودی آزاد بشن، بتونن هر لباسی میخوان بپوشن و اون وقت برای من و شما به غیر از صورت سیرت هم مهم باشه. اون روز براتون گفتم که یک آقایی شکایت کرد به خدا که خدایا تو همه این دخترها رو زیبا، خوش اخلاق، خوش خنده آفریدی، چرا اینها همین که میشن زن ازدواج میکنن بد اخلاق، چاق، زشت رو اینجوری میشن؟ خدا گفت که ببین تا اونجاش دست من بود اینها رو به این خوبی، زیبایی، خوشگلی، خوش اخلاقی نگه داشتم، همچین که دادیمش دست شما زدین و ماجرا رو خراب کردید و اینها رو به این روز انداختید. خدا هم زبله، اگه زبل نبود نمیتونست این همه سال یک نفره حکومت کنه. شما ببین این دیکتاتورها وقتی که میخوان حکومت کنن، بابا و پسر میان با این همه زور آمریکا و انگلیس و اینو اون گزمه و مزمه 57 سال تقی به قول شیرازی ها به او میگوزه. جمهوری اسلامی میاد با این همه کشت و کشتار و این همه ارزون فروختن و گرون خریدن و اینها 35 سال الان اینجوری به لرزه افتاده و خدا میدونه که کی اینها به اصطلاح تقشون در میره. در هر صورت این عکس ها میبینید چند تا چهره مشخص هستن که خب اینها تا این میاد نمایش میده، اون یکی میره لباس بعدی رو مثلا چیز میکنه. ولی اینجا جالبه، نوشته که بعد از دیدن این عکس ها تصمیم گرفتم چادری بشم. این هم از این ماجرا. من فکر میکنم اونایی که زشت هستن خودشون اجبار دارن که چادری بشن و دیگران را هم میخوان به زور چادری کنن. اونهایی که هم زیبا صورت هستن، هم زیبا سیرت هستن، هم زیبا رو هستن، خیلی کاری به کسی ندارن و میگن که مردم آزاد باشن، هر کسی هم هر جوری میخواد به اصطلاح لباس بپوشه. بذارید من ببینم اون نوشته آقای صمدانی رو میتونم پیدا کنم که در رابطه با آقای انصاری بود و ایشون برای من نوشته بود و به یک نوعی از من گله کرده بود. بعد از دیدن این عکس‌ها میخواهم چادری شوم. آقای صمدانی، آهان، احمد علی مسعود انصاری، رضا پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی و ماجرای پشت پرده. آقای صمدانی برای من نوشتن که با سلام همراه با تأسف سرکار، منظورشون من هستم، با نشستن کنار یک دزد آنکاره به احترام شخصی و معنویت حرفه‌ای خودتان که با برداشتن سانسور امکان شنود نواهای متفاوت را فراهم کرده است لطمه زدید. البته که میتوان یک طرفه درباره مرده‌ای هرچه میخواهیم ببافیم به بازار ارائه دهیم، اما تکلیف وجدان اخلاقی و شرافت انسانی چه میشود؟ جایشان کجاست؟ با تأسف دوباره دکتر ابوالقاسم صمدانی، اگر دوستتان نبودم از کنار موضوع رد میشدم. من از شما بسیار ممنونم، قدردانی میکنم. و ببینید آقای صمدانی، تا همین امروز آقای انصاری یک بار نشده که حتی جلو وقتی میاد با من صحبت میکنه که هیچ کس هم حاضر و شاهد نیست، وقتی میگه شاه نگه مرحوم شاه، و یک بار نشده بدی شاه رو بگه، و اگر بدی از فرح میگه که خب دخترخاله و پسرخاله و اینها هستن، اگر از رضا پهلوی میگه که بدی رضا پهلوی شهره آفاق شده، خود شما یکی از اونایی هستید که دیدید و شنیدید. من متوجه نشدم، ولی چون شما ایمیلتون در رابطه با آقای احمدعلی مسعود انصاری بود، من برای ایشونم فرستادم. امیدوارم در ویدیوهای آینده توضیح بدن. و دوست عزیز من، یادتون باشه اگر یک کسی
مثل این آقای اسنودن بود، کی بود پسر جوونه نمیومد بگی که آمریکا داره چه کار میکنه، اینجوری الان یه عده بهش نمیگفتن قهرمان، یه عده بهش بگن مزدور. آقای انصاری هم همینه، آقای حقپناه هم همشهری من همینه، آقای ترکمن، آقای شاهین ترکمن هم همینه. اینها افرادی هستن که توی رژیمی کار کردن، بله دنبال قدرت بودن. همین آقای انصاری اصلا دانشگاه و اینا رو ول میکنه میاد میره دنبال خونه سازی و شهر سازی، که گویا یه شهری هم میسازه، کلی هم خونه بی آب و بی برق میفروشن به مردم. ولی همه اون پولا رو امروز باد برده. من و شما تو آمریکا، تو آمریکا هستیم، باد آورده رو باد میبره و میبینید که اینها الان به چه روزی افتادن از لحاظ مالی. ولی یه حقیقتی رو داره درون حکومت میگه، شما باید افسوس بخورید به حال شاه که چقدر تنها بوده، چقدر اطمینان نمیکرده به هیچ کس، که همچین که یه جوونی رو دیده، سن آقای انصاری رو از 35 سال که کم کنید شما میبینید اون موقع چند سالش بوده، ایشون از 12 سالگی رفته تو کاخ و اینها. بعد شاه این رو امین خودش میدونسته، میدونسته یه بچه هست که از هیچی نمیترسه. این آقای انصاری توی صحبتش گفت که حضرت علی نمیدونم سرور ما، بعد گفت نه ایشون هم سرور من نیستن، من از حضرت علی هم نمیترسم، فقط از خدا میترسم. حالا من دارم روش کار میکنم که بهش بگم آقا خدایی هم نیست، از هیچ که نترس، حقیقت رو بگو. در صورت از آقای صمدانی بسیار ممنونم، شهلا خانم، نیر خانم، اینا دوتا، نیر خانم یکم از شهلا خانم جلوتره، چون میگه شاه و رضا شاه خوب بودن، رضا پهلوی بی ارزه است. شهلا خانم هنوز مونده توی اون فاز، بهش گفتم والا منم بودم و الان از خودم خجالت میکشم، شما زودتر خودت عوض کن که بعدن از خودت خجالت نکشی. نیر خانم نوشته این حرفای این مردک دروغ است. میگم چه حرف دروغی زده؟ بیاین بگین کجا رو دروغ گفته؟ شما بودی اون روز؟ مثلا ایشون گفته خورشت قیمه خوردن، شما بگید نخه قرمه سبزی خوردن، مردم بشنون. بعد شهلا خانم میپره وسط میگه که آی سوربی شما به من بگو این چی راست گفته، کتابش هست، مدرک هست، اگه دروغ گفته رضا پهلوی پدرش در می آورد. خانم یه کمی صبورتر باشید، بذارید دیگران صحبت کنن و بذارید ما کارمون رو انجام بدیم. باور کنید از تلویزیون مردم تلویزیون بهتر پیدا نمی کنید. کاکو پشکل تپاله آف کورس لم گاد اسما میگه که این ماجرای پشکل و تپاله و اینا جوکشو که میدونید، شما میدونم وقتم گذشته، بذاریم بریم آگهی ها رو ببینیم و اگر اولین قسمت دوم این جوک رو براتون میگم که تو هواپیما گویا اتفاق افتاده. شما هم اگر آگهی دارید، اگر مجلسی دارید، دوستمون گویا تظاهرات و گرد همایی هست متفاوته، تلویزیون های دیگه تقبل کردن پخش کنن، شما هم پخش کنید، گفتیم چشم ما پخش میکنیم، ولی ما اینجا اینجوری نیستیم که هر روز مجانی پخش کنیم، یه بار میخونیم، اگه طرف دید که خوبه صداش اینور اونور میرسه باید پول بده، مثل بستنی فروشی که میگه یه بستنی بهت مجانی میدم، شما نمیتونی هی بیای بستنی بخوری هی بری تعصب دوباره بگی بستنی، میگه آقا برو فردا بیا روزی یه بستنی. خب بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم. مرسی که بین این همه تلویزیون با تلویزیون مردم هستید. یک بار دیگه اعلام میکنم امروز بعد از برنامه من، برنامه دیدار یاران، آقای ذکر الله اتحاد الحق، هم شهری هم محلی هم مدرسه‌ای، دو تا مدرسه پهلوی پشت خیابون تو باغ قوام می‌رفتیم، پشت خیابون درشیخ و اونجا رو چی می‌گفتن خیابونه نمی‌دونم. در هر صورت ایشون برنامه اجرا می‌کنه ساعت 5 بعد از ظهر، این پخش صوتی پیام فدایی شماره 179، و با دقت گوش کنید ببینید نقش صندوق بین‌المللی پول در تحولات اوکراین ساعت 5 پخش میشه. مرسی. شما هم میتونید با 10 دلار، 20 دلار، 50 دلار، 100 دلار گفته‌ها، نوشته‌های خودتون رو به گوش هزاران هزار نفر بیننده، خواننده، شنونده در سر تا سر جهان برسونید. قبل از اینکه برم باز ازتون خواهش میکنم حتما 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 حمایت کنید. مرسی. آزادی خواهان و مردم ستم دیده ایران، یکی از راهکارهایی که میتواند ما را به هم نزدیک سازد پرهیز از هر گونه قضاوت در گذشته افراد و احزاب میباشد. علاقمندان با هر گونه سابقه ای با پذیرفتن چهارچوب های جبهه می توانند با ما همکاری بنمایند. آدرس ایمیل ما info@azadikhahan.ir
EU. تلفن تماس 2046 70 47 55 111. پیش به سوی جبهه آزادی خواهان. زنده باد اتحاد، نابود باد استبداد به هر شکلش. الهام رحیمی. آزادی خواهان و مردم ستم دیده ایران، برای عقب راندن فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران از هر گونه نفش قبر سیاسی بر علیه همدیگر دوری جوییم تا بتوانیم در یک جبهه واحد ضد استبدادی دیو استبداد را به عقب برانیم. زنده باد آزادی، نابود با استبداد به هر شکلش. ویدا رزی. No, it's crazy because Egypt was, they did it, they had a revolution, and it's still going crazy over there. And it's, well, the first of all, the crazy part is Iran always finds ways to get into the news. Yeah, as soon as there was a revolution in Egypt, the first thing Iran did, they sent ships into the Suez Canal. No reason, they're like, just go. Just see what happened, just go. When you get there, pull down your pants. Hello, America! We love to dance. The U.S. said they wanted to win the hearts and minds in the Middle East, so we attacked. We shouldn't have attacked. We should have sent over clapping troops. Just put them anywhere if there's any trouble. Have them start clapping. The fighting will stop. Sunnis and Shiites killing each other in Iraq, just go and clap. It'll stop. They'll be fighting. They hear the clapping. I have to dance. I kill you later. I'm dancing. I can't kill you right now. I'm dancing. Right now. به نام ایران و با درود به همیهنان گرامی، حسن جعفری هستم، عضو جبهه آزادی خواهان ایران، واحد استکهلم در سوئد. آزادی خواهان و مردم ستمدیده ایران، برای اتحاد و همبستگی بر علیه استبداد حاکم بر ایران، یکی از بهترین راهکارهای به دست آمده به شرح زیر می باشد. 1. از هر گونه قضاوت نسبت به گذشته احزاب و افراد خودداری نموده، چون باعث دشمنی و از همگسستگی ما خواهد شد. در ادامه بیانات جناب حسن جعفری، من محمد شهنوازی هستم، درود میفرستم به تمام مردم ستمدیده ایران. و پیشنهاد دوم، بعد از رسیدن به فضای باز سیاسی توسط کارشناسان و گروه حقیقت‌یاب به پرونده‌ها رسیدگی خواهد شد. متاسفانه امروز همه ما شدیم قاضی، خامنه‌ای جلاد شده راضی. پیش به سوی جبهه آزادی خواهان. نابود باد استبداد، پاینده باد اتحاد. خب بینندگان عزیز، سلام مجدد. گفتم یکی از بزرگترین ایرادایی که ما میگیرن اینه که ما چگونه قادر هستیم خودمون تنهایی کار کنیم و به اصطلاح محتاج خلق نباشیم. ایراد دیگه‌ای که میگیرن، سرزنش میکنن که ما چرا میایم به دوستان میگن حمایت کنید، میگیم حمایت کنید تا این سکوی ارتباطی باز بمونه، دیگران بتونن با عقاید مختلف بیان به اصطلاح ازش استفاده کنن. که گفتم هم به اولی افتخار میکنم هم به دومی. من اگر میومدم برای خودم التماس میکردم، اون موقع باید خجالت بکشم، ولی برای هدفم که این هست که آزادی بیان، به اصطلاح دموکراسی، یاد بگیریم چیزی رو که اینجا هست، کشورهای دیگه هست، و به خاطر این افتخار میکنم حتی اگه مجبور بشم تو خیابون برم گدایی کنم از آمریکایی‌ها، ولی بیام و این رو خرج تلویزیون ایرانی کنم. باز یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم حمایت کنید. اگر نمیدونید چرا این ماه، این دو سه روز الان از 27 تا آخرین ماه باید حمایت کنید، دلیلش اینه که خب هیچ وقت حمایت نکردید. اولا آخر ماه، آخر فصل دوم، آخر سه ماه دوم، هر چی که بگید آخره، و آخرین روزایی هست که اگر ما این پول رو ندیم و این وسایل رو نخریم، جی ال ویز، اونایی که ما رو از طریق باکس میبینن، ممکنه دیگه قادر نباشن ما رو ببینن. یادم رفته از این دوستان بپرسم که آیا جی ال ویز اینترنت هم باز به اصطلاح اونم قطع میشه یا نه. در هر صورت این هست که به حمایت شما احتیاج دارم. ولی چون یکی از دوستان این ماجرای
از پشکل تا بمب اتم و اینها رو نوشته بود که پشکل و تپانه و اینها من نوشته بودم، اگه کسی میدونه بیاد توضیح بده. یه جوکی هست، میدونید که از بعد از سپتامبر 11 2001 شما وقتی سوار هواپیما میشی سیبیل داشته باشی میترسن ازت، ریش داشته باشی بیشتر میترسن، چشم ابرود مشکی باشه میترسن، لهجه مثل ما میدل ایستی داشته باشی خاورمیانه ای داشته باشی میترسن. میگه که یه نفر یه کتابی مثلا مثل من کتاب کریم خان زند رو باز کرده بوده تو هواپیما نشسته که حالا میخواد مثلا از اینجا پرواز کنه بره آلمان، بریم پهلو شعلا خانم و نیر خانم، بنویسید کجا هستید ما یه وقت بیایم. من فرانکفورت بودم، ماینز بودم، ویسبادن بودم، بادک قدسناخ بودم و اخهای من بودم. در اصل همش همون دوربر فرانکفورت هست، 40 مایل 80 کیلومتر اینا. در اصل بریم آلمان، ما نشسته بودیم کتاب می‌خوایم بخونیم، این بغل دستیمون، حالا من خودم رو میگم که بیشتر چیز بشه، بغل دستیمون تا میفهمه ما ایرانی هستیم میگه که من میتونم از شما یه سوالی کنم. میگم بفرمایید. میگه آخه ایران چه احتیاجی به نیروگاه های اتمی داره؟ میدونید که حتی رضا پهلوی مثل اینکه خبر نداشت این نیروگاه های اتمی رو در زمان پدرش شروع کردن و نمیدونم همون موقع هم گاز داشتیم، نفت هم داشتیم، اینجوری بوده و اینها. در صورت اونم گفته بود ما که این همه گاز داریم، چون ایشون چلو کباب زیاد میخوره و دیزی و اینها گاز زیاد داره، گفته بود ما که این همه گاز داشتیم احتیاج به نیروگاه اتمی نداشتیم. این آقا هم سوال میکنه که ایران که این همه گاز داره احتیاج به نیروگاه اتمی نداره، شما نظرت چیه؟ شما هر وقت از این دالاس ایرپورت پرواز کنید، چون جایی هست که مزرعه و فارم و اینها هست، میبینید گاو و گوسفند و مرغ و نمیدونم خروس و اینا اونجا هستن. همچنین که خواست هواپیما بلند شه به طرف گفتیم که آقا این گفتیم اول یه سوالی من از شما میکنم، شما این سوال اگه پاسخ دادی من بهت جواب میدم. گفت بفرمایید. گفتم شما این گاو رو میبینی، این بز رو میبینی؟ گفت بله. گفتم اینا هر دوشون سیستم جهاز هاضمه شون این چیز دیگه علفخوار هستن و میبینی توی یک مزرعه دارن علف میخورن، یعنی علفشون یه مزه میده، یه طعم میده، یه شکل خودشون هم 4 تا پا دارن و دوتاشون هم یکیش نیست که تخم بذاره، یک بزاد دوتاش اینجوری و اینهاست. گفت بله. گفتم خب این علفی که از اینجا میره بیرون، میره داخل، چرا وقتی میاد بیرون یکیش مثل موره های تسبیح هست؟ این موره تسبیح ناراحت نشید، مال مسلمان ها، کلیمی ها، همش همین جوریه، برای شمردن بوده، مثل موره های تسبیح هست. اینم که میگن کلمه موره تسبیح، فکر کنم از همون کلمه سبحان الله و اینها درست شده، نمیدونم. و یکیش اینجوری مثل یک تپاله میرزه رو زمین. طرف گفت من چه میدونم؟ گفتم آخه مرد حسابی، تو که فرق پشکله با تپاله نمیدونی، چه کار داری به بمب اتم؟ فعلا به نیروگاه اتمی فعلا مشغول پشکل و تپاله باش، بعدن اگر رفتی بالاتر اون وقت بیا صحبت کنیم. اینم از این که شما منو یاد اون جوکر انداختید ممنونم. و اما یک فیلمی هست، میدونید که یک نویسنده انگلیسی به نام آقای جورج اورول، این بیچاره 47 سال هم بیشتر عمر نکرد، حتی آخرین مصاحبهش توی رخت خواب هست، مثل که دیگه زمینگیر شده بوده. و این دوتا کتاب نوشته بوده که یکش به داستان فیلم و اینا آمده به نام انیمال فارم، درست میگم؟ مزرعه حیوانات. این رو ما کارتونش تو ایران هم میدیدیم، ولی همون جوری که بهتون گفتم، همون جوری که شهر قصه رو سرسری دیدیم و رفتیم و نفهمیدیم، نه ما فهمیدیم نه دستن در کاران دولت، این انیمال فارم یا مزرعه حیوانات هم ما میدیدیم و میخندیدیم، خوکه اینجوری حرف میزد، خروس اونجوری حرف زد، میخند. ولی الان که برمیگردی این فیلم یک ساعت و نمیدونم 12 دقیقه رو نگاه میکنی، 72 دقیقه به نام 72 شهید نگاه میکنی، میبینی اصلا ماجرای دنیا توی اینه. حالا من اینو دارم، همه دارن، روی یوتیوب هم هست، اگر کسی مایل هست اینو ما سپورت کنید، روزی 3 دلار، 5 دلار، 10 دلار بدید تا ما هر روز نشون بدیم. اون دوستی که بعضی برنامه ها رو، ویدیو ها رو سپورت میکنه، گفت نه آقا دستم به دامنت، اینو من سپورت نمیکنم. گفتم چرا؟ گفت ما همینجوری دایی جان ناپلئون هستیم. حالا دیگه اگه این فیلمه رو شما بذاری و مردم ببینن، دیگه آقا هر کاری رو یکی دیگر رو سرزنش میکنن و خودشون رو تبرئه و بیگناه درست میشن، مثل شعلا خانم. شعلا خانم همه رو سرزنش میکنه، فقط شاه بیگناه و دیگه نمیدونم.
والا من اگه شاهی بودم که توی مملکتی کار میکردم که هیچ کس شعور نداشت، هیچ کس به اصطلاح وطن پرست نبود، خودکشی میکردم، نمیذاشتم سرطان بگیرم یا نمیذاشتم بگن مرضش چی بهش دادن، دواخورش کردن. اینم از انیمال فارم، اگه کسی میخواد از ماه جولای میتونید روزی 5 دلار 10 دلار گفتمتون اینجا همت عالی. یک کسی به من گفت آقا حساب ما با شما چنه؟ گفتم قربونه برم من که اینجا حسابدار نیستم. گفت ای من فکر کنم برای من یه پوشه‌ای درست کردی، نوشتی چند طلبکاریم چند بدهکاریم. گفتم هر وقت وقت کردی اون جوک ماجرای خر و شیر و قاضی جنگل و حسابدار رو یا برات تعریف میکنم یا توی برنامه‌ها ببین. به همین دلیل من نمیخوام حسابدار باشه. و اما صدای چریک ها اون رادیویی هست که مال دوستانی هست که سایت سیاه کرد و اشرف دهقانی رو دارن. گفتار ماهانه سایت سیاه کرد رو بهتون گفتم امروز ساعت 5 بعد از ظهر به وقت نیویورک براتون پخش میکنم. اینجا چیزی ندارم، بذارید بریم توی قسمت لایو، این پوشه یا پرونده لایو، و برای شما ببینیم که کجا به کجاست. این دوستان برای ما می‌نویسن ولی اینا مثل آخوندن، وقتی ما ایمیل براشون می‌نویسیم فقط می‌گیرن جواب نمیدن چون چیزی ندارن. نامه‌های آریایی، سخنان و نوشتارهای دلنشین بزرگان ایران اهورایی، واژگان زیبای پارسی و و اوستا آریافر ایرانی، برای دیدن نامه‌ها، فرتورها و پرونده‌های بیشتر به خانه ما ایران پرستان نژاده و شهریاران والاتبار در فیسبوک هم نگاهی بیندازید. خاک بر سر شما شهریاران والاتبار که به فیسبوک آویزونید و 8 نفر 10 نفر 100 نفر 30 نفر 300 نفر رو ندارید که بتونید با دنیا اونجوری صحبت کنید و مجبورید روی فیسبوک اینجوری خودتون رو علاف کنید. در هر صورت اینم از این ماجرا. و اما آفتابکاران این وبسایتیه که دوستان در رابطه با مجاهدین گویا چیز می‌نویسن، یه فراخوانی هنرمندان و فرهنگ ورزان ایرانی برای حفاظت لیبرتی نوشتن که اسامی هست. این همون چیزی که آقای کرمی در بارش صحبت میکرد، گفت آقا من کلمه فرهنگ ورزان رو تا حالا نشنیده بودم یا ندیده بودم، یه نفر این رو برای ایشون ترجمه کنه. اسامی زیادی داخلش هست و من تعجب کردم وقتی اسامی مثل آقای مسعود سپند، مثل آقای اسماعیل خویی، مثل آقای بهرام مشیری هست که اینها این رو حمایت کردن به جای اینکه بیان بنویسن آقا اینا رو از عراق که به قول معروف حتی جان خود عراقی ها که شهروند اونجا هستن، جانشون ناموسشون مالشون تأمین نیست، اینا رو از اونجا بیارید بیرون. شما چرا میگید اینا رو اونجا حمایت کنن؟ کی حمایت کنه؟ حکومت مالکی؟ حکومت مالکی که هم مجاهدین میگن بده، هم ما میگیم بده، هم شما میدونید بده. کی حمایت کنه؟ آقای بهرام مشیری، نازنین من، آقای دکتر خویی، کی حمایت کنه؟ اینو برای سازمان ملل می‌نویسی؟ سازمان ملل با این کلا آبیاش بره اونجا حمایت کنه؟ نکنید. آقا بنویسید این 3000 تا رو بیارن اینجا، این همه وسایل و جا و نمیدونم شهرهای زیاد بزنن اینجا، از همینجا با این هواپیمایی نمیدونم چی بزنن. ماشاءالله اینا که دیگه نه اسلحه‌ای دارن نه توپی نه تانکی. ببینیم که این دوستان چی میگه. آدیو هم رسید، ویدیو هم دانلود کردم، خیلی ممنون و سپاسگزارم. آخر هفته خوبی داشته باشید. شما هم همینطور. من بارها به این دوستان در کانون آوا گفتم وقتی که با افرادی کار میکنید که کاراشون مرتبه، شما برید ببینید اینا از سه‌شنبه چهارشنبه اسامی مهمونهاشون، سوالها، مطالبی که میخوان در موردش صحبت کنن روی وبسایتشون هست. من معمولا پنجشنبه عکس میگیرم، صبح جمعه اینجا میذارم، بعد خیلی مرتب منظم آدم از کار کردن با اینا خسته نمیشه. حالا ما یه دوستی داریم جامعه شناس هم هست. خب این بنده خدا هم خیلی وارد نیست تو این کارهای تلویزیون، فکر میکنه ما اینجا تلویزیون CNN هست، منم یه آفیسی دارم نشستم اینجا 20 تام الانم تابستون 30 تام از این دوستان آمدن انترن به اصطلاح دوره‌های مجانی و اینها، ببینن یکی برام چای درست میکنه، یکی برام نامه ها رو میخونه، یکی برام نور رو تنظیم میکنه اینها. ایشون هی زنگ میزنه، میگه سوربی جان من 6 بار زنگ زدم، چرا شما زنگ نمیزنی؟ میگم آقا من دارم ویدیو میگیرم.
یه روز دارم از گریجویشن ویدیو میگیرم، یه روز دارم از عروسی ویدیو میگیرم، یه روز دارم از تولد ویدیو میگیرم، یه روز دارم از ختم ویدیو میگیرم. بعد من و شما قرار نیست هر روز مثل عاشق و معشوق یه ساعت خب حالا چطور، حالا کالیفرنیا هوا چطور، آلمان چطور، بارون میاد اونجا، شما کمبود بارون نداری، حالا حالتون چطوره، دوباره 5 دقیقه دیگه حالا حالتون چطور. نه عزیز، آقا من یه برنامه میخوام، زنده یا بازپاس، زنده اینه، شما اینا رو داشته باش، فلان ساعت من در خدمتتون. بپرسید از اینایی که برنامه دارن، بگید آقا قبلا جای دیگه برنامه داشتید؟ تلویزیون رو به این مرتبی منظمی سر وقت بودن پیدا کردید؟ بپرسید بعدن بیان. ولی شما از من انتظار، آقا کجایی، من 10 بار زنگ زدم جواب ندادی، آقا من حالا اینجا هستم، بعد من زنگ میزنم، من ویدیومو خاموش کردم، 2 تا پروگرام کانال 1 و کانال 2 رو خاموش کردم، به مردمم قول دادم امروز آقای مینوی ساعت 7 برنامه داره، بعدش ساعت 8 میریم سراغ دوستمون. بعد به ایشون که میگم، میگه حالا دفتر شلوغه اینجا، میگم شما که گفتی 5 عصر به وقت کالیفرنیا خلوته که، بعد شما نمیتونی رو دفتر محل کارت حساب کنی، شما باید در اون خلوت خونه، اینا میگن at your convenient، بشینی سر وقت، سر دل استراحت، شیرازی ها میگن سر دل استراحت، سرکه شیره هم درست کنی. شما تهرونی هم سرکه شیره میخوری؟ تو شیراز حتی برف و شیره هم میخوردن، نه شیره تریاک ها، شما ها میگید تریاک، ما میگیم تریاک، کدومش درسته بستگی داره که جنسش چی باشه. خب اینم از این ماجرا. و بله شماها با ایمیل من بیشتر میتونم در تماس باشم تا با تلفن. تلفنم اگه شما زنگ بزنی، پیغام بذاری و به من بگی که هر موقع شبانه روز باشه اشکالی نداره زنگ بزن، من به خودم اجازه میدم. ولی میام اینجا نگاه میکنم میبینم آقا 4 صبح کالیفرنیاست، به خودم زنگ نمیزنم، به شما زنگ نمیزنم، بعد نمیدونم. ولی من میگم آقا این دوتا تلفن الان هم براتون میخونم، 703-957-6150 و 202-695-2573. هر موقع شبان روز که خواستید زنگ بزنید، اگر هم اشکالی هست پر میشه پیام نمیتونید بذارید، با ایمیل بهترینه، info@mardomtv.com usa.sorbi@gmail.com هرچی که دلت میخواد .com، دیگه از این بهتر من نمیتونم. آخرین توافقی که با ایشون کردیم، ایشون قرار شد که یک ویدیویی، چون من ازش خواهش کردم که بیاد یه برنامه‌ای به صورت معرفی آشنایی با ایشون داشته باشیم، 15 دقیقه 20 دقیقه برای ما راجع به جامعه شناسی صحبت کنن، چیه ما جامعه ایران، چرا اینجوری مستحصل شدیم و اینها، بعد به اصطلاح برنامه خودشون رو داشته باشن، که همین اولین برنامه معرفی ما فعلا 3 هفته است. اینا میگن تلفن تگ، میگن چی میگن، هی من دنبال اونم، اون دنبال منه، من دنبال اونم، و این خیلی نامرد اینجوری، اصلا من همچین چیزی تا حالا نداشتم تو تلویزیون مردم که یه کسی 3 بار مسیج بذاره بگه شما زنگ نزدید. من زنگ نمیزنم، شما با اون حالی که به من گفتید و اون احوالی که گفتید، من دوست ندارم مزاحم بشم، نه تعریفم نکردم، حقیقت رو گفتم و خیلی ممنونم از شما. میدونید من اون الان، ببینید همه الان این دوست جامعه شناسمون، دفعه قبل گفت آقا داشتی راجع به جامعه شناسی میگفتی، یه دفعه زدی به کوه و صحرا، گفتم آقا من اینجوری هم، من چیزی که میاد تو مغزم همون موقع از راه زبان میگم و هیچ دلخوری، نگرانی، ناراحتی تو مغزم نگه نمیدارم، نمیذارم این بره تو دلم کینه بشه. ولم که آقا امروز اینو گفته، من اینو میگم، دوست داشت میاد، دوست نداشت نمیاد. خیلی از دوستانم اصلا میگن آقا تو هر چی ما بهت میگیم میری رو تلویزیون میگی، میگم خب بهم بگو نگم که نگم، در هر صورت باز وقتی هم میگن نگو، باز من میام میخونم. یه دوستی داریم، حالا اسمش رو نمیگم چون اسمش رو نمیدونم، ایشون دیروز از من سوال کرد که آقا این آقای شاهپور شاهرخی صدر ایمیلم داره که من باهاش بنویسم، چون ایشون وقتی مینویسه خیلی غلط املایی و اینا داره، غلط تاریخی داره و اینها. آقای صدر، شاهپور شاهرخی صدر، میدونید در برنامه گذشته من یک کمی هم به ایشون توپیدم، گفتم آقا شما عوضی میخونی، بابک هروی مینویسه، فکر میکنی من نوشتم اینا. ایشون
با علو تب نوشت که آقا من اشتباه کردم، عذر میخوام. منم گفتم منم از شما عذر میخوام اگر صدامو بلند کردم یا ناراحت شدم. دوستان وقتی به هم بگیم عذر میخوام اصلا اینقدر راحت میشیم. یعنی من الان منتظرم ایشونو اینجا ببینم یا آبجو براش بخرم، ایشون منو ببینه یا آبجو برام بخره. یعنی میریم جلو، ولی من میگم این شاورو صدر اینجوری کرده، من میخوام اینجوری کنم. این کینه ها خودمون رو میکشه و عمرمون رو کم میکنه. در هر صورت برای ایشون نوشتم که من از طریق فیسبوک و از طریق اسکایپ با ایشون در تماسم. نمیدونم که میتونم آدرس اسکایپ رو به شما بدم یا نه، اجازه بدید ندم، ولی آدرس فیسبوک یه چیز عمومیه، ما تو برنامه نشون دادیم برید. ایشون برای من تعریف کرد، میگم آره، میگه نگاه کن ما به سوربی گفتیم نگو، آدر میگه. برای من تعریف کرد که من فیسبوک داشتم ولی از بس مزاحما اینجوری دوست و دشمن اینجوری بستمش. بعد برای من تعریف کرد که حتی خود شما یه دفعه به من پریدی چنین و چنان وقتی که داشتی مصاحبه میکردی با یه آقای موسیقیدان یا موزیسین، نمیدونم، من فکر کنم با تنها موزیسینی که مصاحبه کردم آقای اسفندیار منفردزاده باشه. حالا اونای دیگه که هنرمندن، برنامه‌های هنری میذارن اینها، من نمیدونم اونا موسیقیدان هستن یا نه، ولی شما دیگه برای من ننوشتید که چیه. خلاصه ایشون میگه من اصلا خبر نداشتم که تلویزیونای ایرانی هست تو آمریکا و این کشورها، من اصلا نمیدونستم اینا رو با اینترنت میشه بگیریم. یک دوستی پیدا شده و اون دوسته بهش گفته بابا برو یک لپتاپ بخر و خریده و گذاشته، و این بیچاره تا اون موقع که نمیدونسته نصف عمرش تلف بوده، حالا دیگه از موقعی که میدونه همه عمرش تلف شده. حالا که همه عمرت تلف شده، شما هر وقت به من یادآوری کنی اون موضوع چی بوده، من نگاه میکنم. اگر اشتباه کردم، خیلی امکان داره که من دیروز اشتباه کردم، امروز به شما میگم عذر میخوام، اینجوری میگم. اگه نه هنوز بر اون باور هستم، به شما میگم بله آقا، من که شما موافقم هستی، شما من اینجا صدات هستم، شما مقاله مینویسی من میخونم، من از شما انتظار دارم حمایت کنی. از نایر خانم که انتظار ندارم که، ولی بنده خدا نایر خانم واقعا انسان بودنشو نشون داده و نشون میده. از شهلا خانم که انتظار ندارم که، ولی بازم شهلا خانم پیشنهاد کرد، روی ایرم دیدید پیشنهاد کرد. از شما دوست نازنی، از امین، از اون آقا 6500 نفر رو فیسبوک، 3500 نفر روی ایمیل، من برای 3000 دلار الان باید اینجوری وایسم؟ 10 بار گفتیم تا حالا 300 و چقدر گفتم 250 و 50، 308 دلار. خب نباید اینجوری باشه، ما باید همت داشته باشیم، باید غیرت داشته باشیم. این غیرت همش به این نیست که من خواهرم با فلانی اگر رب برم چاقو بهش بزنم که من خوش غیرت بشم، او رو کشتم یا انداختم بیمارستان، خودم هم انداختم زندان، خواهر من که حالا دیگه بیشتر میره درده، تازه خواهر من اگه سالم باشه که کسی چیز نمیکنه بهش. این غیرت اینه، همیت اینه. تو ارتش یادت میداد که این غیرته، این همیته. ما یادمون ندادن آقای تیمسار عقیلی پور، تیمسار سرهنگ عقیلی پور، تیمسار آریان پور، اینا توضیح دادن، گفتن آقا شما بیاری این 12 کلاس که میخوندی، 16 کلاس که میخوندی، لیسانس میگرفتی، فوق لیسانس میگرفتی 18 سال، دکتر میشدی 20 سال، بیاین بگید کدوم قسمت وطن پرستی رو یاد منو شما داده، توضیح داده وطن چیه، کشور چیه، چگونه ما به وطن رو باید دوست داشته باشیم، بیاین بگید. و حالا امروز نشستیم این وطن پرسته، این وطن فروشه، این وطن پرسته، کجا چپ میاد راست، چپ، وطن فرد، وطن فرو، وطن پرست. نکنید این کارو. معیار شما چیه؟ آقای شازده میاد، شاهین نجفی وقتی که راجع به جمهوری اسلامی و اونا فحش میده، میگه بله هر کسی آزاده هر چیزی میخواد بگه. حالا که همون آقای آقای نامجو آمده فوش هم نداده، حقیقت رو گفته، میگه آقای رضا شاه بد اخلاق، سگ چی میگفتن، اخلاق سگی و معتاد بوده، تریاک میکشیده، شماها ریختید روش. شازدم میگه که نه دیگه، آزادی هم یه حد و حدودی داره. خب اینا رو مردم میبینن، شما پابلیک فیگری، اینا رو میذارن بغل هم. میخوام براتون این ویدیو رو ببینم، اگه هستش براتون بذارم، خودتون مقایسه کنید. آقای رضا پهلوی والا بلا قرن 21مه، یک کمی مواظب خودت باش دوست نازنین من. این پیرپاتانا رو از دورت بنداز بیرون، 4 تا جوون بیار، بعد بهشون بگو آقا من اگه اشتباه میکنم فوری به هم بگی. بذار ببینم رضا پهلوی
نمیدونم اصلا کجا گذاشتمش، روی فیسبوک گذاشتمش ولی نمیدونم با چه اسمی نوشتم و گذاشتم. گفتم که این آقای حسیبی یه دفعه گفت که یه چیزی میخواستم بگم، یه جایی یه اتفاقی افتاد، الان یادم نیست کی بود چی بود کجا بود، هر وقت یادم افتاد به شما هم میگم. اینم ماجرای ماها که میام تو تلویزیون، هر روز مغزمون پیرتر و پیرتر و کهنه میشه تا بعدم بزنیم به صحرای جنون و دیوانه بشیم. اگر کسی مایل هست که انیمال فارم یا مزرعه حیوانات رو به اصطلاح حمایت کنه خبر بدید. و نمیدونم اونو دارم که خوشبینی به اصطلاح سلطنت طلبها که میگه 70-80%، اینو من براتون بارها گفتم که آقای بهکام یه دفعه توی برنامه شهلا خانم، اون صدای شما بود، صدای شهین خانم بود، صدای نیر خانم بود که به بهکام زنگ زد و گفت که من ایران بودم و 99% ایرانیا رضا پهلوی رو میخوام. منم رفتم رو خط بهکام، بهکام شاگرد داداش من بوده، شاگرد دکتر سوربی بوده، بهش گفتم بهکام من که میدونم تو درس خونده هستی، احتیاج به درس خوندم نداره. ایشون وقتی رفته ایران اومده جمعیت ایران 60 میلیون بوده، 90%، 9%ش هم ول کن، 90%شو ببین چقدر میشه، 54 میلیون. شما به من بگو این خانم چند روز تو ایران بوده، مهمونیای نمیدونم مسلطلانه و تتلطلانه، این مهمونیایی که میدن برای هم دیگه این شاه الله، اونا رو کم کن، به من بگو ببینم این چجوری 90% مردم ایران رو رفته رای گیری کرده، با چه سیستمی تو خیابون راه افتاده، گوشی میکروفون کاغذ و گفته شما طرفدار پادشاهی هستی، طرفدار رضا پهلوی هستی، و اونا هم بهش گفتن اینا، حالا آمده به تو میگه، تا میگه بله بله بله. و خندید گفت سوربی جان تو که میدونی و من حریفت نمیشم. گفتم برای که خود تو به خریت میزنی، خب من از همین حریف من نمیشی، چرا حریف من نباید بشی؟ تو از من جوانتری، معلمت بهتر از معلمای من بوده، تعریف داداش خود. در هر صورت اینم از ماجرای آقای بهکام که از بس توی تلویزیونش به اصطلاح تهدید و کارهای اشتباه و اینا کرد، ما انداختیمش از این وبسایت ها بیرون. و اما خب براتون یک چند تا نوشته دیگه بخونم و ببینم چیه این دوستمون چی فرستاده. آها بله دوستان، همونجوری که بهتون گفتم از اون سیستم آدیو نه، یعنی آدیو که یعنی صدا، صدا همین الان میتونید برنامه های تلویزیون مردم رو هم روی روی تلفن از آمریکا بشنوید، از هر جای دنیا که براتون ارزون باشه یا مجانی باشه زنگ بزنید، چه به UK United Kingdom انگلستان، چه به آمریکا. شماره تلفن UK اینا رو میذارم روی فیسبوک، یا اگر چیز ایمیل بزنید براتون بفرستم، چون من نمیدونم ایریا کد اینا رو چجوری بخونم. مال آمریکا رو میدونم 231-460-1177، این لامصب آمریکا زیپ کدش، شماره تلفنش، آدرساش، بی خود نمیگن فراماسیونا اینجا رو ساختن، دستشون درد نکنه چقدر قشنگ ساختن. اینم از این ماجرا. یه چند تا دیگه براتون بخونم. ساعت 3:33 است، از وقتا دیدید نگاهی ساعت کنید 5-5-5-4-4-4، الان 3-3-3 است. بعد از دیدن این عکس ها تصمیم گرفته این آقای مختازی بایی رو خوندیم، این مدارک قسمتی، آهان این رو براتون بخونم، بله این مدارک قسمتی از مگر همه ایران پرستان همگی و یک جا نباشند می باشد. جهت من بینه این متنش چی بوده اینجوری نوشته، جهت ایرانیان اهل دهن، آها اینو خانم نزهت یحیی‌زاده نوشتن، جهت ایرانیان اهل درد، دقت، درک و البته بدون گیر و گرفتاری در روبایستی ها، رو در وایسی ها، چرا میگن روبایستی رو در وایسی، من نمیدونم کدومش درسته، ایران برباده تقدیم میشود که فقط از 22 ماه از 22 ماه می نوشته یا دریافت شده است. من هنوز این جمله رو نمیفهمم. دوستان فکر نکنید من فارسیم بد شده ها. من براتون واقعا اینو نشون میدم تا ببینید این دوستان از بس میفهمن و از بس سوادشون بالاست دیگه رفتن یه جایی که هیچکی دیگه نمیفهمدشون. میدونی شما اگه بری یه جایی که همه داشته باشن در رابطه با بمب اتم اینا صحبت کنن، خب من که میرم اونجا هیچ نمیفهمم. ببینید من الان اینو بهتون نشون میدم، این یه جمله است، جهت ایرانیان اهل درد، کاما، دقت، کاما، درک و البته بدونه
این گیومه میگفتیم، اینجا میگن کد، گیر و گرفتاری در روب در باستی های ایران برباده، دوباره گیومه و کد تقدیم میشود که فقط از 22 ماه می نوشته یا دریافت شده است. شما اصلا یادتون میاد این جمله چجوری شروع شد؟ خانم نازنین من، این جمله های طولانی خواننده رو فراری میده. شما فکر نمی کنم اصلا اجازه داشته باشی دوتا کد ان کد رو توی جمله بیاری. ساده تر بنویسید، به زبون مردم صحبت کنید. دیدید این خمینی چجوری به زبون مردم صحبت کرد؟ من نباید که اینجوری باید، دانشگاه باید دانشگاه باشد، اگر دانشگاه نباشد که دانشگاه نباشد. حالا شما من این جمله رو 4 بار دیگه براتون میخونم، اگه کسی تونست برای من فارسی ترجمهش کنه. بعد به این خانم نزد میگم بابا بیاین با ویدیو آدیو، میگم من نفهم نمیسم. خب بنویسید، کی میخونه جمله اولی که به این درازیه؟ اصلا من هرچی میخوام بیارمش تو این صفحه نشونتون بدم نمیشه، جا نمیگیره توی یکی از این صفحه ها. بذارید من باید اینجوری برم این ور اون ور تا بهتون نشون بدم. صبر کن خدای من، این فرهیختگان ما کی میشه پرهیخته بشن، فرهیختگیشون از بین بره. دوستان فکر نکنید سوربی داشت مسخره میکرد. اینجا بخونید: جهت ایرانیان اهل درد، کاما دقت، کاما درک، و البته بدونه. رفتیم تو گیومه، میگیم با فارسی بهش کد، گیر و گرفتاری های در رو در بایستی های، دوباره گیومه بسته، ایران بر باده، دوباره گیومه باز، اصلا یادش رفته اون رو ببنده اینو باز کنه. تقدیم میشود که فقط از 22 ماه می نوشته یا دریافت شده است. مجموعه بسیار، حالا میخوان بنویسن که این مجموعه نوشته ها و نامه های بین من و دیگران هست از 22 ماه تا امروز. دوستان من، تو رو به جدتون به من بگید کدومشو بهتر فهمیدید، این سوربی که به این سادگی گفت، یا این که در گیومه های در لایک و در رو درواسی های در با... آقا خانم نکنید، والا به خودتون ظلم کردید، به بچه هاتون، به نسل آینده نکنید. بیاین ساده باشین، بیاین درست همون جوری که حرف میزنید توی مهمونی ها، توی جلسات، توی دور هم جمع شدن ها اونجوری باشین، همون جوری ساده راحت صحبت کنید. دیدید این آقای بیل گیت میاد خدای پوله. خب دیگه دانش ایناش که بعضیا میگن از اون آقای نمیدونم استیو جاب کش رفته بود و دزدیده، اونا رو ما کاری نداریم. ولی ببینید چه جوری راحت صحبت میکنه. خانمان ما تا یکم دوزارش میشه 2 دلار باید کت شلوار بیژن بپوشه، ماشینی نمیدونم چی بپوشه. راجب ماشین، یک ماشین چیه، رویز رویز که با دست میسازن و اینها، کارخونه رویز رویز یه عربی رو سو کرده، شکایت کرده که آقا این ماشین رویز رویز از ما خریده، باهاش کاه و یونجه میبره برای شتر و ایناش. عربم گفته ماشین مال منه، بعد من از این شتورا پولدار شدم اومدم رویز رویز خریدم. برو هر غلطی میخوای بکن، امیدوارم عربه برنده بشه، با وجود که دل خوشی ازشون ندارم. Just let you know what is going on. آقای صمدانی باز لطف کرده بودن روز دوستان 24 برای من یه ایمیلی فرستاده بودن که 20 ژوئن فراخوان برای تظاهرات روز جهانی زندانیان سیاسی روبروی فدرال بیلدینگ برقرار هست. کسی میتونه برای من بره پیدا کنه؟ و من نوشتم که 26 جون، امروز 26، این مال 6 روز قبله. اینم آگهی رسوندن ما تو قرن 21 و برگردید ببینید که اون خمینی و داردستش از عراق، از فرانسه توی اون زمان چجوری شبنامه میفرستادن. حالا هی شما بشین بگو درود ورود درسته، سلام درسته، سلام درود ورود فلان درسته، خودتونو گذاشتید سر کار. گفتم اتون اون وقتا تو مدرسه از بس وسایل بازی نداشتیم، این ساعت زنگ تفریح 10 دقیقه 15 دقیقه بود، می اومد یکی میگفت که سوربی، مثلا چون من از همه خلتر بودم، میگفت بیا این خودکارو بگی دستت، من میخوام شعبده بازی کنم. میگفتیم چه کار کنیم؟ میگفت اینو بگی دستت همینجوری نگاش کن، ببرش بالا ببرش بالا ببرش بالاتر.
بعد همه دوستانم جمع میشدن دور ما چون وسط حیات بودیم دیگه، میخواستم ببینن این چه شعبده بازی سر ما در میاره، آخرش این خودکار میره تو چشمون، یه چیزی آتیش میزنن دستمون رو قطع میکنن. شوخی های ایران هم خرکی بود دیگه، اینجوری بود. ما هم وای میسادیم، حالا من میگم مثال، من معمولا یکی دیگه وای میساد، اینو میگره دستش، بعد مثلا یه هلیکوپتری یه چیزی بالا بود میگفت که آها وایسا همینجوری وایسا وایسا نگاهی بالا کن چی میبینی، میگه هلیکوپتر، میگه این هلیکوپتر الان گزارش میده که سوربی تو مدرسه پهلوی پشت باغ قوام وایستاده، خودش انگوش به دهن، حالا انگوش به دهن دیگه میدونی یعنی چی، دوستاش هم انگوش به دهن برای که همشون نادانن. آقا اپوزیسیون ما اینه، شاعر ما آقای مسعود سهیلی میگم آقا چرا این اینجوری، کوروش کبیر استاد دانشگاه از فلوریدا میگم آقا این چرا شماره تلفن 2098 گذاشته، نمیفهمم، ولی فکر میکنه داره وطنش رو نجات میده، در صورتی که اگر بفهمه آقا شما با 10 دلار یک کفش یک کتاب بفرست برای یه بچه ایرانی، knowledge is power، دانش و دانایی قدرت به اون میده، وقتی قدرت گرفت زیر دست زیر یارانه آخونده نمیمونه. آخونده ببین چجوری رو مردم نفوذ پیدا کرده، رفته اسم و فامیل و شناسنامه و همشونو گرفته، همه رو داره، همه رو میشناسه، هر از گاهی هم میگه تظاهرات میان بیرون همه رو شناسایی میکنه، بعدم یارانه مینویسه، همه از طمع پول میرن سه بار چه بار خودشون معرفی میکنن، یعنی شما ممکنه وقتی میان دنبالت سه بار دستگیرت کنن، یه بار گفتی سوربی، یه بار گفتی حسن قلی، یه بار گفتی حسین قلی، یه آدمی برای که سه تا پول بگیری اینا ممکنه سه بار بیان دنبالت. ولی ما چی؟ این دوستمون میخواد بنویسه دوستان توجه کنید این نوشته های من هست با دوستان از 22 ماه می تا کنون، یک جمله به این بلندی اصلا من نخوندم دیگه باقیشون. اون وقتا میگفتن سالی که نکوست از بهارش پیداست، تو آمریکا بهت میگه که کتاب رو از روی جلدش قضاوت نکن، ولی واقعا همین جوره، ما خیلی وقتا کتابا رو از روی جلدش قضاوت میکنیم. من از همین اینها هزاران دلار پول میدن طراحی و اون عکس روی چیز رو بخرن، روی جلد رو بخرن یا درست بذارن که وقتی کتاب اونجاست توجه شما رو جلب کنه. نمیدونم، این میگم این چیزا هم گاهی وقتی زد و نقیض هست. در اصل این فراخوان 20 شما رفتید خانم شری الوندیان، چون این از طرف شما اول راه افتاده، 18 شما فرستادیش ساعت 9:07 شب به وقت کالیفرنیا، بعد از مردم خواستی که 20 روز جمعه روز کاری مردم برن جلو فدرال بیلدینگ عکساشو برای ما بفرست. کارتون خرابه، یه کسی پیدا شده شهامت به خرج داده به شما میگه کارتون خرابه، شما نمیخوان قبول کنی، برید همینجور بچرخید، برید شما شهلا خانم همینجور فوش بده به اینون، بگو اینا خائنن، اون یکی هی تظاهرات برقرار کنه، 20 بیا بیرون، 23 بیاد، میرن میبینن 4 تا آدم بیکار و سیگاری و معتاد و فلان، دوباره همون 4 تا بیکار اونا، میگه اون یکی چیشو میگه مرد هفته پیش، هی میرن فقط مجلس ختم هم دیگه و دیگه نمیره. اونی هم که زنده است میگه بابا گرمم نمیرم، کی میاد؟ همش همین میاد. همین تیمور لنگ میگه یکی از افتخارات من اینه که ما اینا رو بردیم جلو سفارت. احمق، عکساشو برو نگاه کن ببین چیکار کردی. چیکار کردی؟ اونا خندیدن و ازتون عکس گرفتن و چیز کردن. نصف بیشترتون هم میرفتین ایران میمدین برای حقوقتون و برای اجارتون و اینها. مجبور بودین کلا بزنین سرتون، عینک بزنین سرتون، بزنین رو چشمتون. خب حالا همین میگم من برای آقای چالنگی نوشتم که بیا من میخوام بیام تو برنامه. خب اونم میگه این 4 دفعه هم رفت تو برنامه میبودی، بعدم میبودی بهش اجازه داد تو تلویزیون پارس برنامه داشته باشه، بعد خراب کرد با تیپا انداختنش بیرون. اون دیگه میدونه چالنگی لره، بختیاریه، بلده، مثل آقای میبودی. این میبود مال یزده یا مال شیرازه آقای میبودی؟ یه نفر اینو پیدا کنه بگه راز تنهایان فاش نکنید. آقای ابوالفضل اردوخانی یکی از به اصطلاح افرادی هست که خیلی کوتاه، مفید و مختصر می‌نویسه و من مقاله ایشون رو هر وقت وقت کنم می‌خونم. حالا برای اینکه تشکر کنیم از اینکه کوتاه و مفید و مختصر نوشته، این مقاله رو براتون می‌خونم، خودتون قضاوت کنید.
ببینید این که تازه مقاله خواسته بنویسه چقدر کوتاه و مفید و مختصر نوشته. اون دوستمون میخواد یه ایمیلی رو بفرسته، اول نصف کتاب، شما یه جملهش نصف کتاب. داستان‌های بلند و کوتاه و طنز با ابوالفضل اردوخانی. آقای ابوالفضل اردوخانی یکی دو بار مهمون برنامه من بودن، ولی دیدیم از طریق تلفن اینا نمیشه اون ارتباط خوب رو داشته باشیم. بعدم دیگه نمیدونم که ایشون اسکایپ داره یا نه، ولی ایشون هم تو کار نوشتن است. حالا با صد رحمت به ایشون، نوشته‌هاش کوتاه است، میشه بخونی. راز تنهایان فاش نکنی. از کوچه تنهایان میگذشتم، خانه‌ای دیدم بسیار زیبا با دری نیمه باز، پنجره ها رنگین، صدای قیل و قال کودکان از درون آن بیرون می آمد یا برون می آمد، همراه با صدای شادی خنده زنان و مردان، مثل اینکه چند نفر در حوضی شنا می کردن. صدای شلاپ شلاپ آب را هم شنیدم، صدای خوردن کفگیر و ملاقه به دیگ همراه با آهنگی دلنواز به گوش می رسید، گویی قناری هم در آواز بود، مردی هم آوازهای عاشقانه می‌خواند. خیلی شلوغ بود، خیلی شلوغ است. جشنی برپاست. خوشا به حالشون. روز دیگر، هر ساعت شبانه روز که از آنجا می‌گذشتم، همان صداها را می‌شنیدم. روزی آهسته وارد خانه شدم. اتاق‌ها خالی، حیاط خالی، حوض خالی، نه پرنده‌ای، نه گیاهی، از این اتاق به آن اتاق، از آن اتاق به این اتاق. مردی را در کنج اتاقی تنها دیدم. تمام صداها از او بود، صدای درون او. تا مرا دید با بانگی پرمعنا به من سکوت کرد. روزهای دیگر که از آن کوچه گذشتم، از آن خانه صدایی شنیده نمی شد. راز تنهایان فاش نکنید. 17 خرداد 1393، هفتم جوان 2014، بلژیک، اردوخانی. اینم وبسایتشون هم به اسم خودشون هست، ابوالفضل اردوخانی، نه اردوخانی دات بی ای، که برای بلژیک استند میکنه. خب ببین، یه داستان به این زیبایی، به این قشنگی رو تو دو تا پاراگراف ساده، کلمه هاش ببین چقدر ساده است. یه دونه کلمه تو پرانتز معنیش اینه. حالا آقای آرمن ساگینیا یه ایمیل میفرسه به فرهیختگان، فرهیختگان فرتورهای فرتور، یعنی عکس صفحه آخ اقعد پر... میگم آقا بری ستلاش گوش نمی کنی. یا گفت دیگه، گفت جناب سروان شما مثل که گوش نمی کنی. خب آره، آها، خوشم میاد از آقای تیرانداز. نوشته کاکو سلام، روزت بخیر، من الان اومدم. موضوع برنامه‌ت راجع به چی بود امروز؟ یعنی من باید 2 ساعت تمام این مزخرفات رو که، یعنی 1 ساعت 47 دقیقه، 60 دقیقه و 47 دقیقه، 107 دقیقه، تمام این مزخرفاتی که گفتم، منهای 4 دقیقه آگهی که اون مزخرف نبوده، 103 دقیقه من برای آقای تیرانداز تعریف کنم که چی گفتم. اینم تعارفای ما ایرانی. خب آقا رسیدی، ممنونم. بشین ببین چی میگیم. برنامه بازپخش که شد ببین چی میگیم. یه قلم و یه کاغذ وردار، مشکلات ما رو بگو. ولی خوشحالم که رسیدی که دیگه اقلن بگم آقا حمایت کن. یادش بخیر، اون وقتا میشون یه 10 دلاری پول قند و چایی به قول خودش به ما میداد. اینا هم نمیدونم، اصلا ما ایرانی ها دنبال هیچ کاری نیستی. یعنی شاید اصلا ذات بشره. نباید ما دوستان رو هم سرزنش کنیم. چون میگن تا نگریت طفل کی نوشد لبن. آمریکایی‌ها میگن چرخ تا قیج قیج نکنه بهش روغن نمیزنن. راست هم میگن. خب تهران، The Body of American Professor Richard Fry. بابا این ریچارد فرای حالا سوزوندنش تموم شد. من میخوام به شما یه چیزی بگم. من اومدم آمریکا. آمریکا رو هم خیلی دوست دارم. آیا من اجازه دارم بگم منو توی این نشنال مموریال پارک کنید؟ آیا من اجازه دارم بگم کنار این رودخانه پتومک منو پارک کنید، منو خاک کنید؟ آقای ریچارد فرای، رفتی اصفهان، رفتی ایران، تاریخ شناس بودی، دست درد نکنه، خیلی ممنون. آقا زن و بچه تو اینا اینجا هستن، همینجا خودتو خاک کن برو. حالا اگه میگفتی بعد نوشته خانوادهش سوزاندنش، ولی گفتن حالا نمیدونیم با این چه کار کنیم. آقا هر وقت من رفتم ایران بده من برات رو زاینده رود پخشش میکن. چه فرقی میکنه؟ دانشمندی که هنوز نفهمه چه فرقی میکنه جنازه تو که تو اصفهان باشه یا اینجا باشه.
دانشمند که نمیمیره. اون کارهایی که شما کردی درباره ایران ارزش داره، والا جنازت که بعد 40 روز استخونت هم میپوسه. تا امروز هم نگفتم راجع به این که سوزوندنشو نمیدونم، حالا که سوزوندنش بریز آقا دور، خاکسترشو برو 6000 دلار هم پول نمیدونم کفن و دفن و سیف کردی بذار تو جیبت خوش باش. این هم از این ماجرا. والا هر کسی نمیتونه که بگه که یکی دیگه من میخوام فلان من... آقا میشه منو بغل این برج ایفل پاریس، خب بنفشه نون از پاریس، شما میتونی وصیت کنی منو اینجا؟ هر وصیتی هم باید یک عقلانیتی داره داخلش باشه. میرفتی آقا یه قبر میخریدی، نزدیکترین قبرستان به 33 پل و اصفهان پیدا میکردی. من اونجا بودم، این فلاورجون و نجف آباد و همه اینا زمینی که کشاورزی و فلان، برو یه قبرستونی میخریدی خانوادگی، میگفتی هر آمریکایی اینجا مرد اینجا خاکش کن. نه که من وصیت کردم منو تو اصفهان خاک کنی، گفتم که چوبا چیکاره هستی آخه؟ همینجوری با خارجی ها الکی احترام میذاریم، بعد سوارمون میشن، حالا میخوان بیارمشون پایین، نمیام. خب پس اگر موضوع مفیدی نبود دیگه وقت صرف دید، وقت صرف دیدن تکرار نکنم. خوشتون اومد آقای تیرانداز. نه این روز برنامه من هیچ کدام از برنامه هام موضوع مفید نداره توش. مفید، کلمه مفید یعنی یه فایده‌ای به شما برسونه. شما اول بیا به من بگو چه برنامه‌ای ازش فایده میگیری به جز اینکه اعصابت خراب بشه، بفهمی کجا دزدی شده، کجا آتش سوزی شده، کجا تجاوز شده، کجا کشتاره، به من بگو چه فایده‌ای گرفتی. من ندارم، برنامه مفید ندارم. برید همون برنامه پیروپاتالای مال اون رادیویی که گفتید گوش کنید. نه این برنامه، دیگه از امروز تا آخر امسالم برنامه مفید نخواهم داشت. این گارانتی برای شما. آقا مزخرف نگو دیگه، پاکو شیرازی هستی، قرار شد شیرازی ها درست. خب آقای این نقدی بر کتاب عباس میلانی را حتما برید نوشته آقای سهیمی بخونید و راز تنهایان فاش نکنید. و تن یک ویدیوی فرستاده آقای سهیلی برامون که اون رو هم نگاه میکنم بعدن ببینم اگه چیزه میذارم. دوستان باز هم بهتون میگم که به حمایت شما نیازمندیم، مخصوصا تو این چند روز آینده از الان تا اول ماه و همه چهره قاتلان. این جالبه، این تیمسار آریانپور اینو فرستاده. دوستان اجازه بدید من براتون بخونم. نوشتن تا آخر، لطفا تا آخر ببینید. چشم. اینجا کامرای دو، این هم خاموش که نپره. بله، نوشتن لطفا تا آخر ببینید. گرین ویو، این همون جنبش سبز، موج سبز، همه چهره قاتلان. اولا این ایمیل مال سال 2009، یعنی به غیر از اینکه ما ایمیلای بی فایده امروز میفرسیم، وقتی هم حوصله داریم و بیکاریم برمیگردیم ایمیلای مال سال 2010 و 2009 اینا رو میفرسیم و ما هیچ کاری با امروز نداریم، همش تو گذشته هستیم، یا 3000 سال پیش، یا 2000 سال پیش، یا 1400 سال پیش، یا 30 سال پیش. امروز اصلا ما زندگی نمی کنیم. اینجا وقتی کسی رو میخوان اعدام کنن بهش میگن که dead man walking، یعنی روز آخری که میخواد بمیره بهش میگن این دیگه مرده، یک آدم dead man walking، یه آدم مرده ای داره قدم میزنه. ما هممون dead man walking هستیم، dead woman walking هستیم. قاتلین مردم بیگناه نباید فکر کنن که از خشم ما در امانه. دوستان وظیفه است که این چهره ها را دست به دست به یکدیگر منتقل کرده و در راستای رسوا کردن قاتلان خواهران و برادرانمان همت کنید. به این چهره ها هر روز نگاه کنید، حتما روزی آنها را خواهیم دید. ما بیشماریم و اینان هیچ. برای دیدن عکس ها در سایز بزرگتر روی آنها کلیک کنید به یاد شهدای عزیز. بفرمایید دوست. این از اون آقایی که تیراندازی کرده، از اونی که از روی پشت بوم انداخته و اینا هم هر عکسی رو بخوام میذارم. این هم مثل واجبات دین گفتن هر روز اینو نگاه کنید و این قیافه ها توی صورتتون باشه، توی ذهنتون باشه. خب سوال اینجا میاد، هر کاری که ایران ایرانی با افراد در زمان شاه کردن، ساواکو، اونایی که آدم ها رو شکنجه کرده بودن، اونایی که حق مردم خورده بودن، حالا با اینا میکنن. به جاش چیکار کردن؟ رفتن 4 تا بدبخت تیمسار و میفسار رو برشتن که شاه گذاشته بود تو زندان،
نخست وزیر و فلان اینا رو کشت. اینم همین جوری میشه. اینی که این جوریه فردا ریششو میزنه. شما وقتی اینو با ریش میشناسی به روش که نمیشناسی. اونی که بیریشه ریش میذاره، اونی که سیبیل نداره سیبیل میذاره، تغییر قیافه میدن میرن. حالا من و شما بشینیم هی عکسای 2009 رو نگاه کنیم که چی بشه. بفهم همون خاطرات تلخ 4 سال پیش 5 سال پیش دوباره ببینید. با موتورسیکلت حمله میکنن به مردم، میزنن، میسوزونن، اسپری، پپر اسپری میزنن. دوستان عزیز ساعت 4:53 است. اجازه بدید من از حضورتون خداحافظی کنم. با آقای ذکرالله اتحاد الحق خواهیم بود و پس از اون ویدیوی پخش صوتی پیام فدایی شماره 179 رو از سیاهکل.com یا از اشرفدهقانی.com از دوستان رفقای فدایی میشنوید و میبینید. اگر در اون مورد هم صحبتی، سوالی، نظری داشتید حتما تماس بگیرید، یا مستقیما با خودشون یا با این سیستم بسیار مجهز تلویزیون مردم، چه از طریق ایمیل، چه از طریق فیسبوک، چه از طریق وبسایت، چه از طریق چیز. دوستان راجع به شهر فرنگ خیلی از شماها انتقاد کردید از آقای اردوان مفید که من از ایشون سوال کردم بیاد در رابطه با نظر داداشش بیژن مفید و چگونه ساختن اون فیلم در اون زمان، اون نمایش در اون زمان، و شماها گفتید که ایشون همش از خودش صحبت کرد و من سعی میکنم که این رو یه بار دیگه با آقای اردوان مفید داشته باشیم. و خیلی هاتونم ناراضی بودید که آقای اردوان مفید چرا میاد داستان اون زمان رو رو این زمان تعبیر میکنه و حقیقت رو اگه بخوان اینجوری بگن فایده ای نداره و هیچ وقت از این هنرمندان حقیقتی بیرون نخواهد آمد. دوستان عزیز اجازه بدید من این رو براتون فستر ببرم. اگه خواستید ایمیل بفرستید براتون نشون میدم، براتون ارسال میکنم. و باز هم ممنونم از یکایی که دوستانی که با ما در تماس هستید. دوستان کاری نکنید من اینجا هم مثل بیل کلکتور بهتون بگم آقا پول ماه آینده رو بده، پول ماه گذشته رو بده. خودتون وظیفه شناس باشید، اول پول بفرستید بعدن به من بگید این متن اونجا بذار، این ویدیو رو اونجا بذار، تا من دیگه اینجا بعد از اون ماجرای شیر و خر و قاضی حسابدار نشم. از اینکه با ما بودید بسیار ممنونم. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. مرسی.